تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته ای داره نه بمب افکن نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن، با سلام و درود خدمت هموطنان عزیزم، شهره عاصمی هستم، برنامه از تلویزیون ایران ما رو تقدیم حضورتون میکنم. امروز سه‌شنبه 24 ماه ژانویه برابر با 4 بهمن ماه هست. خوشحالم که یک بار دیگر در خدمتتون هستم. شروع برنامه، قبل از اینکه هر حرف دیگری بزنم اجازه بدید که یه تبریک خدمت همتون عرض بکنم که اولین خبری که امروز گرفتم و من رو خیلی خوشحال کرد قبول فیلم جدایی نادر از سیمین برای بخش خارجی فیلم اسکار و همچنین در 2 قسمت قبول کردن این فیلمو، یکی برای فیلم‌های خارجی و یکی هم برای فیلمنامه این فیلم در بخش فیلمنامه‌ها، که واقعا باعث خوشحالی همه ما ایرانی ها، باعث افتخار همه ما ایرانی ها هست. حالا در مورد اون میخوام بعدن کمی بیشترم صحبت کنم. یک کلیپ کوتاه هم براتون آوردم که یک بار دیگر این فیلم رو ببینیم. و از وقتی که امروز صبح خبرش توی صفحات اینترنت همینطور میچرخید، چند تا ایمیل و 2-3 پیغام کوتاه تلفنی دریافت کردم که خواسته بودن مجدداً گفتگوی خودم با آقای اشکبوس طالبی رو درباره این فیلم براتون بگذارم. آقای اشکبوس طالبی نگاه دیگری به این فیلم داشتن، یک کمی متفاوت از نظر رشته خودشون نگاه کردن، رشته روانشناسی، یک دید روانشناسی به این فیلم داشتن، کاراکترها، موقعیت‌ها، که به نظرم خیلی صحبت‌های جالبی ایشون کردن. بنابراین به درخواست بعضی از شما دوستان، چشم امروز بعد از بخش اول برنامه که خودم در خدمتون هستم اون ویدیو رو براتون میگذارم. برنامه رو کمی تغییر دادم که شما بتونید که اون گفتگو رو ببینین. اون کسانی هم که دیدن، مطمئنم از دیدن این نوع برنامه ها هر بار میتونن یه سری مطالب جدیدتر که دفعه اول بهش توجه نکردن دریافت بکنن. خب پس من امروز بخش اول در خدمتتون هستم. بخش دوم گفتگوی خودم رو با آقای اشکبوس طالبی براتون میگذارم. فردا 2 برنامه جالب در این تلویزیون خواهیم داشت. من فکر میکنم هر اتفاقی که توی جامعه میفته، حالا هر چقدر کوچک هر چقدر بزرگ، جامعه ما یه عکس العملی بهش نشون میده. و این نه فقط در مورد جامعه ما هست، ما چون ایرانی هستیم توجهمون بیشتر به جامعه خودمون هست، این همه جای دنیا این اتفاق میفته. و گاهی وقتی بد نیست که از دید جامعه شناسی، جامعه شناختی، از دید روانشناسی به این مسائل نگاه بکنیم که بتونیم با جامعه خودمون، با عکس العملها بیشتر آشنا بشیم، فقط برای شکافتن و باز کردن این مسئله. زمانی که گلشیفته خانم در اون ویدیوی به اصطلاح کوتاه نقشی داشتن که در اون به اصطلاح ویدیو مال بخش اول جایزه سزار اگه اشتباه نکنم که یه چیزی مشابه با اسکار
آمریکا میمونه، در فرانسه یه ویدیوی کوتاه نشون داده بودن از هنرپیشگان جوان دختر و پسر که مطرح بودن در سال گذشته و اونجا اینها گفتن که ما بدن، روحمون، جسممون رو برای شما آشکار میکنیم، لخت میکنیم که بتونید ما رو هم نظر ذهنی هم نظر جسمی اوریان ببینید. و گلشیفت خانومم اونجا یه بخش کوتاهی بود که بالا تنشون رو در میارن و دیگه حالا جامعه ایرانی نسبت به این مسئله هم عکس العمل مثبت یه ده، عکس العمل منفی یه ده، یه ده سعی کردن اون وسط بیستن و یه نگاه دیگری به این قضیه داشته باشن. به هر صورت من از آقای دکتر اکبر مهدی خواهش کردم که در برنامه فردا شرکت بکنن و بیایم بیشتر روی بازتاب این مسئله، نگاه های مردم، مطالبی که نوشته شد، عکس العمل جامعه ایرانی نسبت به این مسئله نگاه بکنیم. فکر میکنم برنامه آموزنده و جالبی باشه. در بخش دوم هم که تیمسار امیر هوشنگ آریانپور دارن بخش دوم خاطراتشون رو بیان میکنن و امیدوارم که بعد از پایان یافتن خاطرات تیمسار آریانپور بتونم افراد دیگری رو پشت سر هم در این برنامه داشته باشم که مثل یک حالت تاریخ شفاهی که افرادی که در کشور ما فعال بودن، کارهایی کردن، در بخش‌های مختلف جامعه تجربه‌هایی داشتن، بتونن خاطرات خودشون رو برای ما بازگو بکنن و به هر صورت این افراد هر کدوم در زمانهای متفاوت تجربه های متفاوتی داشتن و برای ما حتما آموزنده خواهد بود. این از برنامه فردا و خبر این فیلم جدای نادر از سیمین که واقعا عجب سر و صدایی کرده این در جهان. شما میبینید اصلا بی سابقه است به نظر من برای فیلم ایرانی، به نظر من نداره دیگه، بی سابقه است. جشنواره های جهانی رو یکی بعد از دیگری درو کرده و داره میکنه که الانم به اسکار رفته. ازتون خواهش میکنم که به این فیلم کوتاه، به این به اصطلاح ویدیو کلیپ کوتاه از این فیلم نگاه کنید. برگردین، برمیگردم برنامه رو با شما پی میگیرم. تو یک کلمه من بگو واسه چی میخوای از این مملکت بری ها؟ میترسی وایستی؟ من زندگیمو باختم آقا، من از حبس میترسونی؟ برو خدا بترس. جدایی نادر از سیمین. چیه؟ داشت میمرد من رسیدم. فیلمی از اصغر فرهادی. سلام. برو بیا برو. برنده خرس طلایی بهترین فیلم. خدا. خرس نقره‌ای بهترین گروه بازیگران مرد. و خرس نقره‌ای بهترین گروه بازیگران زن از 61مین فستیوال برلین. اون میفهمه که تو پسرشی؟ من پدرامو نمیتونم ول کنم. بازم بگم؟ ولی زن تو میتونی ول کنی. جدایی نادر از سیمین. آقای عزیز قسم یعنی چی؟ آخه بهشون چرا؟ باشه من نمیترسم خانوم، بذار ببینم چی بده. من پول زور به کسی نمیدم. مشورت بگو کاری نکنم. دیوونه شم خودم بد بخورم. جدایی نادر از سیمین. اگه فردا زد تو راه مدرسه بچه‌تو کشی. دیگه چیکار کنم؟ شبانه با تو جمع کنم بریم خارج. خانم بیا برو. دست من نزن آقا. تو اصلا به چه اجازه‌ای به ناموس من دست زدی؟ این آقا به من تهمت دزدی زده. مردی من تا وقتی که امنیت بچه‌م تضمین نشه نمیتونم از پا بشینم. من این وضع درست کردم. نکنیم کارو. جدایی نادر از سیمین. بله بله. مگه تو تکرار جدی نیست؟ جدی او به همین قرآن به بلا ما آدمی مثل شما. فیلمی از اصغر فرهادی. خب این هم بخشی بود، یه قسمت خیلی کوتاهی چند دقیقه‌ای از فیلم جدایی نادر از سیمین که امیدوارم همینجا بتونم خبر برنده شدنش رو در اسکار اعلام بکنم که واقعا حقش هست. بسیار فیلم زیبایی، فیلمنامه بسیار خوبی هست، بازیگری عالیه، کارگردانی خیلی خوبه. به هر صورت حالا همه ما ایرانی ها مشتاق هستیم که اولا یک بردن این فیلم خودش باعث افتخار ما هست، باعث به اصطلاح
چطور بگم، خیلی خوب میشه برای هنرمندان ما در داخل کشور، برای خانه سینما که این همه مورد ظلم و ستم دولت مردان در کشور قرار گرفته که میان به راحتی خانه سینما رو که متعلق به بالای 5000 هنرمند هست رو تعطیل میکنن و چطور اون وقت یک همچین هنرمندی از همین خانه سینما میتونه به کجاها برسه، که همین نامزد شدن این فیلم برای اسکار، یکی از 5 فیلم اسکار، خودش کلی ارزش داره دیگه، حالا چه برسه به اینکه جایزه رو هم ببره. قبل از اینکه به خبرها برسم، یه مطلبی خانم لیلی پورزند روی معذرت میخوام روی سایت های متفاوت گذاشتن و من نوشتشون رو از روی سایت رادیو زمانه برداشتم که میخوام راجع به این مسئله یک کمی با شما صحبت کنم که در حقیقت مربوط به برنامه فردا و گفتگوی من با آقای دکتر اکبر مهدی جامعه شناس هم میشه. وقتی که گلشیفته که واقعا یکی از هنرپیشه های ارزنده کشور ما هست، بسیار قدرتمند، تصمیم گرفت که این کارو بکنه، من در برنامه تلویزیونی خودم گفتم که دو دید نسبت به این کار گلشیفته بوده، چه اون کسانی که با تند روی بسیار زیاد گلشیفته رو محکوم کردن، بهش حرفای نامناسبی زدن، یک گروه دیگه هم که چنان این مسئله رو بزرگ کردن و تابو شکنی گلشیفته و عرضم به حضور شما پرچمدار راه آزادی و اینها ایشون رو اعلام کردن. من گفتم که بدن هر کس به خودش تعلق داره و هر کس هر طور مایل هست با بدنش هر کاری که بخواد بکنه انجام میده، به من ربطی نداره به یه کسی بگم چیکار بکن نکن، چرا کردی نکردی، ولی میتونم نظر خودم رو بدم. و با اینکه گفتم ایشون حقش هست که هر کاری دلش بخواد بکنه، ولی من این کار رو نپسندیدم. دلیل نپسندیدن رو هم توضیح دادم دیگه، نمیخوام اینجا برنامه رو که انجام شده دوباره تکرار بکنم. اینه که گفتم چه خوب چه بد، هر کدوم از هنرمندان ما، روزنامه نگاران ما، چه در گذشته چه در حال، یک باری رو دوششون دارن که مسئله مشکلاتی که در کشور ما داریم اینام با خودشون حمل میکنن و گاهی وقتی صحبتاشون کاراشون میتونه اثرگذار و جامعه باشه. و سوال اینجا بود که در جایی که اصغر فرهادی برنده جایزه گلدن گلوب شده بود و یه فضایی رو در داخل کشور باز کرده بود که بله هنرمندان ما دارن افتخار میآفرینن، این کار گلشیفته خانم باعث شد که یه مقداری آتو دست تندروها بده که بله شماها پس منظورتون از کار هنر و هنرمندی آزادی که ازش حرف میزدید لابد همینه که جلوی دوربین لخ بشین، منظور همینه. من از گفتن این مسئله هدفم این نیست که بگم چون اونها اینطور فکر میکنن پس ما این کارو باید بکنیم، ابدا به حرف اونها کاری ندارم، به فشاری که رو هنرمندای ما آمد و میاد کار دارم. و اینکه به واقع راجب همینم صحبت کردم، آیا همه ارزش هایی که غرب به ما هدیه میکنه همش رو ما باید چشم بسته بپذیریم؟ من خودم با غرب ستیزی بسیار مخالف هستم و غرب علمش، اقتصادش، نوآوری هاش میتونه برای ما خیلی آموزنده باشه و باید ما یاد بگیریم، چرا که نه، نمیتونیم چشممون رو به همه این دستاوردها ببندیم، ولی این دلیل نمیشه که هر کاری که غرب میکنه ما هم به به و چه چه و اینها بکنیم، اصلا دلیل نمیشه چشم بسته بگیم همه چیز غرب خوبه. یکی از اون مسائل اینه که در خیلی از فیلم ها در همین غرب از خانوم ها به خاطر تن و بدن و لخ شدنشون برای بازار و گیشه استفاده میکنن، خشونت رو در فیلم ها میارن برای بازار و گیشه. آیا من با چشمم رو ببندم بگم که پس لخ شدن یه نوع نوآوریه یا یه نوع تابو شکنیه؟ من
نمیخوام به گلشیفته خانم بی احترامی بکنم چون دوستش دارم، گفتم با اینکه با این کارش نظر من هست مخالف بودم ولی ارزش کارش برای من به هیچ وجه پایین نیامده. حالا دلیل اینکه این حرفو میزنم این نظر من بود، ولی بد نیست که نظر دیگران رو هم که مخالف نظر من هستن، مثل همین بانوی جوان لیلی خانم پورزن که خودش در کشور ما تجربیاتی داشته که خب ما این تجربیات رو به اون صورت نداشتیم و واقعا دردآوره. قبل از اینکه نامه لیلی پورزند رو با شما در میون بگذارم، یه ویدیوی کوتاهی هست 4 دقیقه‌ای، گلشیفته فرهانی یه گفتگویی کرده، مصاحبه‌ای کرده به زبان انگلیسی، کوتاه 3-4 دقیقه است، که میگه که ما چطور به ما آموزش داده شد از بچگی که دروغ بگیم، به ما آموزش داده شد که چه چیزهایی رو باید در خونه ببینیم، وقتی بیرون تو مدرسه اجتماع از ما میپرسن در موردش دروغ بگیم. ما اصلا همه وجودمون شد که دروغ بگیم و دو جور زندگی بکنیم. به این ویدیو توجه بکنین، برمیگردم، علاقمند هستم که با این نام برنامه رو ادامه بدم. اجازه بدید که اول من این ویدیو کوتاه رو براتون بگذارم. It's a journey of maturity for all of them and knowing each other better. At the time of the shooting, I was in a very horrible time in my life. I had so much problems and everything. And I could just feel the pressure. It was so much pressure. And again, I was realizing why we are good liars. Mama, چیزی فقط یکی سیز نیزد نمیخواد بگیم من شما مالم بگیم بگو نمیدونم کجاست، میگم خودش با تو تماس. From the beginning that we had to go to school, we had to lie. From the beginning. You see, all most of the artists, most of the people from my country or maybe other countries, China, I don't know, North Korea, from under pressure, they are good liars too because they have to lie for survival. And then when there's no other choice. موزشی رو در از گریز هم خود نمیم من بهش گفتم در از People in the societies, they are democracy, freedom, they really don't understand this point of when you know the truth, how can you lie? I mean, what is the reason for lying? But I know, I am a big liar. I lied a million times in my life. From the first day I went to school, it was two lives for us. One life at home, one life in the street, one life at school. So it's like it's in your life. And when there is lying for survival, you just lie. And you do it in the perfect way. So you can be a good actress. چه زنگ زدی تو آبکی؟ عجیبه باشه. مهمون دعوت کردید از تهران آوردید اینجا، نه مشخصاتشو داری نه اسمشو داری. خیلی صداش میکرد. I think that's a good thing about this movie, that nothing is bad, nothing is good. It's just you're observing things as they are, and you don't judge. Part of this movie, a very important part, is about judging and how can people judge each other so easily. I mean, who are you? In what position are you to start to we start to judge each other in everyday life like this? The man دروغ نگو. نه کمک نگم. چه سبب؟ I know this pressure. I mean, I know what is it when you have to lie, and then you don't realize that you're lying. It's part of you. It's part of your life. Wearing the veil in the street, not wearing the veil at home. Saying this to the teacher, but saying this at home. For example, in the beginning of the revolution, they would show these bottles of whiskey to the children and asking that, whose father has one of these bottles? And the poor children, my father, and they would go and just imagine. So when you're sending your child to school, she'd say that, never say that we drink at home. Never say that we have these books at home. Never say we dance. Never say we da 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 da. So the child from the beginning, he knows or she knows.
that yes, this is another world, this is another world, and we have to lie. This is a society hypocrite. با سلام مجدد خدمت هموطنان عزیزم، شهره عاصمی هستم. برنامه از تلویزیون ایران ما رو مشاهده می فرمایید. قبل از اینکه شما رو دعوت بکنم به این ویدیو نگاه بکنید، گفتم که بعد از دیدن این ویدیو برنامه رو پی می گیرم با نامه سرگشاده لیلی پرزن به گلشیفته فرهانی. و ایشون در این نامه میگن که تا حالا هیچ وقت گلشیفته رو ملاقات نکردن، ولی نوشته این کاری که گلشیفته کرد به اصطلاح باعث شد در ایشون این احساس رو به وجود بیاره که ایشون در خودش بره فکر بکنه اون کارهایی رو که میخواسته بکنه و نتونسته انجام بده. خب ما اگر خودمون رو جای جوانهامون بگذاریم که الان یه بخشش رو از صحبتهای گلشیفته خانوم شنیدید که این یک صدا بود از صدای میلیونها جوانی که هر روز خواسته های کوچکشون، خواسته هایی که واقعا هیچ لطمه‌ای به هیچ کس نمیزنه، سرکوب میشن، حق هیچ چیز ندارن. دائما بهشون گفته میشه که چی کار باید بکنن، چی کار نباید بکنن، چی خوبه چی بده. به جای اینکه بذارن این ذهن خودش تصمیم بگیره، خودش یاد بگیره، خلاق باشه، از اول چه تو اجتماع چه تو خونه سر به اصطلاح تو سرش میزنن. لیلی خانم پرزن میگه که من خیلی دلم میخواست از بچگی من بالرین بشم و خب بعد از انقلاب و از بین رفتن این نوع مؤسسات برای من امکان نبود. من روی به ژیمناستیک آوردم و در اونجا انقدر به اصطلاح رشد کردم و بالا رفتم که رسیدم به جایی که میتونستم در مسابقات مختلف جهانی شرکت بکنم، ولی کشور ما اجازه به زن نمیداد که در این رشته یا رشته های مشابه این شرکت بکنه. بنابراین من از این گذشتم، رفتم رشته حقوق خوندم، رشته ای که اینطور که میگن هیچ وقت با وجود ایشون نمیخونده، اون چیزی نبوده که واقعا دلش میخواسته. تا میاد خارج کشور و وقتی خارج کشور امکانات فراهم میشه، پهلوی خودش فکر میکنه که آیا میخوام برم دنبال این کار یا نه، و تصمیم میگیره که نمیخوام این کارو به عنوان یک کار کناری در کنار کارهای دیگه انجام بدم، میخوام این رو به عنوان یک حرفه انجام بدم و آیا من میتونم تمام زندگیمو ول بکنم و برم بالرین بشم. و همیشه بازدارنده هایی میگن که جلوی من بوده و اون تربیتی بوده که توی وجود من بوده که آیا دیگران در مورد من چه قضاوتی میکنن، چه فکر میکنن وقتی من میرم رو صحنه، که مثلا زندگیم اینه که فقط یه بالرین بشم. برصد اینا بازدارنده هایی بوده که جلوش این دختر جوان رو گرفته و بهش گلشیفته میگن تو باعث شدی که من و امثال من به خودمون یک بار دیگه فکر بکنیم، به خواسته هامون فکر بکنیم، به اون کارهایی که میخواستیم بکنیم و به خاطر همین سرکوب ها نکردیم. و گلشیفته رو تشویق میکنن که این کار رو کرده. اجازه بدید که من یک بخش هایی از این نامه رو بخونم، فقط بخش آخرش من خودم یه نظر کوتاه دارم که خدمتتون عرض میکنم. خانم پرزن در نامه خود به گلشیفته حرف میزند و از او سپاسگزاری میکند که با این عمل خود به او جرأت این را داده که از آرزویی بگوید که به خاطر ترس از قضاوت مردم خود از آن دست کشیده است، آرزوی بالرین شدن که همچنان در دل او مانده است. در حقیقت اینو اول خدمتون عرض بکنم نگفتم که در سایت رادیو زمانه شهرزاد سمرقندی گفتگو کرده با خانم پرزن و به صورت سوال و جواب این مطلب نوشته شده. ایشون سوالی رو مطرح میکنن در همین رابطه و لیلی پرزن جواب میده. سوال به این ترتیبه: چه چیز باعث می شود که زن فعالی مثل شما حتی خارج از ایران نتواند ترس خود را بشکند و همچنان به خودسانسوری ادامه دهد؟
لیلی پورزن میگه خیلی سوال خوبی است. به این سوال بارها و بارها فکر کردم. کار گلشیفته باعث شد که دوباره به خودم فکر کنم. چون من دوست داشتم و آرزویم این بود که در ایران بالرین شوم. وقتی 2-3 ساله بودم این در ذهنم متبلور شده بود. من 3.5 سال بودم که انقلاب شد و خب امکانات اولیه برای پروراندن چنین استعدادی در هم کوبیده شد و من به ژیمناستیک رو آوردم. و در آن هم به نقطه‌ای رسیدم که آمادگی شرکت در مسابقات بین المللی را داشتم، ولی دختران ایرانی نمی توانستند در این مسابقات شرکت کنند و آن آرزو هم به شکست انجامید. تا اینکه من رشته حقوق را ادامه دادم که چندان به ذاتم نمی خورد، به خصوص آنچه در ایران خواندم و با آن میزان خشکی که حقوق در ایران داشت برایم جالب نبود. ولی راه خودم را به هر حال آنجا هم پیدا کردم و کارم را مطالعات زنان قرار دادم. وقتی مهاجرت کردم نه یک بار بلکه بارها و بارها خواستم که دوباره آرزویم را عملی کنم یا فعالیت در آن زمینه را دوباره امتحان کنم. هم پیست اسکیت روی یخ را امتحان کردم و هم بارها و بارها به کلاس‌های متفاوت باله رفتم. حرف زدم، تشویق شدم که ثبت نام کنم. ولی چیزی که مرا باز داشت این بود که برای من فقط یک سرگرمی نبود. می دانستم که اگر واردش شوم باید تا آخرش را بروم، برای اینکه این آرزویی بود که در همه سالهای زندگیم آن را بر دوش کشیده بودم. وقتی به آن نقطه می رسیدم که آیا این فقط یک فعالیت تفریحی کنار زندگی است که وقت آزادم را می خواهم با آن بگذرانم یا نه، قرار است زندگیم شود. به این نتیجه می رسیدم که قرار است زندگیم شود و جا می زدم. چون این تصور که من بالرین شوم سخت بود. هنوز در درونم تابوهایی وجود داشت و دیگر این حکومت اسلامی نبود که مرا سانسور می کرد، بلکه آن باورهای زنستیز درونی من بود. ترس از آبرو که هیچ تعریف مشخصی ندارد و ما با این تیغ خودمان و دیگران را دائما مجروح می کنیم. فکر این که بروم روی صحنه، فکر این که لباس بدن نما بپوشم، فکر این که با بالرین مرد هم رقص شوم برایم ترس‌آور بود. از همه اینها وحشت داشتم و در نهایت روزی تصمیم گرفتم که دیگر هیچ وقت به این موضوع فکر نکنم و شاید فقط 3 سال به 3 سال وقتی مسابقات فیگر اسکیتینگ کانادا شروع می شود دوباره به آن حس و حال بر می گردم. وقتی صحنه باله ای را می بینم یا تابوشکنی را می بینم، مثل کار گلشیفته فرهانی انگار آینه ای جلوی من گرفته می شود و دوباره مرا به یاد خودم می اندازد. لیلی پورزند از فروغ فرخزاد یاد می کند و می گوید در دوران او نیز مردم همین گونه قضاوت کردند که حالا در مورد گلشیفته می کنند. در آن زمان که ما فروغ فرخزاد شعرهای بیپروای خودش را می نوشت و چاپ می کرد، آیا مردم همین قضاوتها را نمی کردند؟ می کردند. حتی در جرگه روشنفکری ما هم این قضاوتها می شده و من بارها و بارها از هم نسلی های فروغ شنیدم که حتی در جرگه های روشنفکری هم قضاوتهایی می شده و به او صفتهایی نسبت داده می شده است. مانند همین حرفایی که امروز داده می شود. آن زمان هم گفته می شد که الان موقعش نیست که بی‌پروا بود، چون شعر نو تازه دارد بال و پر می گیرد و باید از آن محافظت کرد. به او گفته می شده است که تو آبروی شعر نو را برده ای. امروز اما فروغ شده است مظهر آزادی و آزاداندیشی و به اصطلاح ملکه شعر نو. آیا ما نمی خواهیم یک جایی تغییری در این باورهای من بدهیم از امروز به فردا که گذر تاریخ است؟ خب از ایشون سوالای دیگه ای هم شده، حرفای دیگه ای هم ایشون زدن، ولی خب
واقعا کار فروغ رو در کلام و شعر و نوشته به نظر من حالا چه قابل قبول چه غیر قابل قبول نمیشه با این عمل مقایسه کرد، ولی این مطلب رو اگر کاملش رو میخواین بخونین از سایت رادیو زمانه بردارین، سوالهای دیگری هم از ایشون میشه، جوابهای جالب دیگری هم میدن. من فقط میخوام به بخش آخر این موضوع بپردازم و همین سوال رو فردا از دکتر اکبر مهدی بکنم، و اون این که لیلی خانم میگن که نظرهای بسیار متفاوتی بعد از این کار گلشیفته داده شد که بعضیاش تندتر، بعضیاش به اصطلاح میانه روتر، بعضیا موافق، بعضیا مخالف، ولی میگن من تعجب میکنم که میبینم مردا روی خوشی آقایون به این کار نشون دادن و استقبال کردن. اجازه بدین بخش این رو از این رو براتون بخونم. حتی اگر کسی نگفته است که برداشتش از این کار چیست، من مطمئنم در درون خودش یک کلنجار شخصی با این موضوع داشته است. این یک سرفصل جدید است که من واقع بین‌تر به خودم نگاه کنم. دوست من نه به گلشیفته، به خودش واقع بین‌تر نگاه کند. ما زنها به یک شکل میتوانیم در یک قالب واقع بینانه تر به آن صیقل و رنگ و بو دهیم و مردها هم همینطور. در اطراف من خیلی از مردها برخورد پذیراتری قابل قبولتری با این حرکت داشتن تا زنها، و این خودش برای من یک سرفصل جدید بود که شاید ما از یک سری از مراحل به اصطلاح دستیابی به آزادی یا برابر جنسیتی عبور کرده ایم که آن تغییر در نگاه قشری از مردان ایرانی است. لیلی خانم پورزند، ای کاش این طور بود، و حتما بخشیش هست نه همش. دیروز من یک دیداری داشتم با یکی از دوستانی که باشون یه دختر خانم جوونیه، دانشجوه، داره رشته تئاتر میخونه و در یه کار نمایشی که من هم خودم توش بازی میکردم هم کارگردانی میکردم که روی اشعار سهراب سپهری بود ایشون بازی میکرد. دیروز به مناسبت چند موضوع که شاید حالا در آینده با هم کاری بکنیم رفتیم و با هم یه قهوه خوردیم، اتفاقا راجع به همین موضوع صحبت میکردیم و ایشون داشت میگفت تو دانشگاهشون دختر و پسرای ایرانی زیاد هستن. میگفتش که شوره جان، من از این دوگانگی، همین دوگانگی که گلشیفتم ازش تو این ویدیو صحبت کرد، از این تعجب میکنم که آقا پسرایی که این کار گلشیفته رو براش مشت هوا میکنن و به به و چهچه و تابو شکنی کرد آفرین در راه آزادی، ولی به خواهر خودش که یه دختر بزرگ بالای 18 ساله اجازه نمیده دوست پسر داشته باشه، برای همین باش دعوا میکنه. این دوگانگی ها رو در توجه داشته باشین. لیلی خانوم که میگن مردان ما گذر کردن، امیدوارم اینطور باشه، حتما یه عده‌شون هم کردن، ولی این دوگانگی ها رو بد نیست که ما بهش توجه داشته باشیم که یک جا یه چیز میگیم یه جا یه چیز دیگه عمل میکنیم. آقایون در راه آزادی و پرچم راه تغییر و دست گلشیفته خانم دادن، ولی اگر بگیم فردا اجازه میدی همسر خود، اجازه که نه، اگر همسر خود شما بره همچین کاری رو بکنه، جلوی دوربین لخ بشه بگه من روح و جسمم رو جلوی دوربین آشکار میکنم، شما قبول میکنین؟ یا این برای دیگران خوبه، برای خانواده شما خوب نیست، برای همسر و دختر و خواهر شما نباشه. این مسائل ظریف و این دوگانگی ها هست. به هر صورت من علاقه من بودم، خیلی نامه جالبیه، خیلی خوب نوشتن و اینکه یه آینه گذاشتن، آینه که نه، یعنی تصویر خودشون رو برای ما گذاشتن که ما هم با زندگی این جوانها و دردهایی که داشتن، مشکلاتی که داشتن، صدهایی که داشتن آشنا بشیم که بر اینها چه گذشت. خب احتیاج به یه فاصله هست که از این بخش به یه بخش دیگه بریم. ازتون دعوت میکنم به ترانه سکوتم را نکن باور، که من ترانه گلشیفته رو خیلی دوست دارم. توجه کنین، برمیگردیم برنامه رو با شما پی میگیرم. Thank you.
سکوتم را نکن باور، من آن آرامش سنگین پیش از قهر طوفانم، من آن خرمن، من آن انبار باروتم که با بازه کبری آتش می شدم یک سر، هزاران شعله سرخ کنار هم، سکوتم را نکن باور. تمام این قفس ها را، تمام حسرت و این ترس ها را، من به دستانی که میخواهد رها باشد شکستی سخت خواهم داد، سکوتم را نکن باور. من آن پرهای بسته منتظر در کنج زندانم که آواز رهایی شعر هر روز است زیر لب، سکوتم را نکن باور. با سلام و درود، شهره آسمی هستم، برنامه از تلویزیون ایران ما رو نگاه میکنیم. خب حالا بعد از خوشحالی در مورد فیلم جدای نادر از سیمین، یک کمی با واقعیات روبرو بشیم و متاسفانه نگرانی های بسیار زیادی که الان مجدداً سر زبونا هست برای حمله احتمالی اسرائیل به ایران. میدونم که بعضی از هموطنان ما به خاطر ناراحتی ها و اعمالی که جمهوری اسلامی انجام میده دلشون میخوادش که زودتر از این شرایط خلاص بشن و حالا بعضی ها به زبون میارن، بعضی ها نمیارن و فکر میکنن که اگر یه حمله‌ای بشه امکان این آزادی و این شرایط بهتر خیلی زود فراهم میشه. یه برنامه‌ای بود، برنامه آقای فرید زکریا که یک شنبه ها جی پی اس در CNN نشون داده میشه، یه آقای آمریکایی بود که ایشون طرفدار جنگ بسیار تندرو هم هست، از این افراد کم نیستن. لابی ایپک طرفداران اسرائیل فعال هستن، بخشی نمیگم همه، بخشی از مقامات اسرائیل میخوان که این جنگ اتفاق بیفته، ولی هموطنان ما فکر نکنن اگر تق و توقی حمله‌ای بشه این نظام هم پس از الان
از درون ضعیف شده. همین صحبتی که این آقا توی جی پی اس میکرد، بله نظام ضعیف شده، از درون پوسیده شده، تاپ 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 بمبم بزنن بگن بله همه چی تموم شده عالی شد. اصلا اینطور نیست. تو رو خدا با این جنگ طلبا هم صدا نشین. اگر که به کشور ما حمله بشه، این بار مثل دفعه قبل نیست، مثل جنگ ایران و عراق نیست. هر آن امکان تجزیه تو کشور ما هست. نقشه تجزیه از قبل برای کشور ما بوده، الانم پولهای زیادی خرج میشه، فعالیت‌های خیلی زیادی در همون بلوچستان میشه، در کردستان ایران میشه، در آذربایجان میشه، در بخش بخشش میشه که دری که به تخت بخوره، خدایی نکرده یا جنگ داخلی در کشورمون بشه یا اینکه تجزیه بشه، بخش از کشورمون جدا بشه. تازه کدوم کی اگر قرار باشه که جنگی بشه بعدش ما بخوایم به دموکراسی برسیم با این وضع وحشتناک کشورمون؟ من فکر میکنم فاجعه است. اگر حمله‌ای به کشور ما بشه از هر نوعش، حتی هواییش، فاجعه است برای کشور ما. واقعا فاجعه است. و من امیدوارم قبل از اینکه اسرائیل دیوانگی بکنه، این کار رو بکنه، از داخل این صداهای مخالفی که از ایران داخل ایران بلند شده، اینها بیشتر بشه و بشه تغییراتی در داخل ایران انجام بشه. البته نمیشه همه سرزنش‌ها رو گفت مربوط به این جنگ طلبان هست. ما اعتراض هم به عملکرد جمهوری اسلامی 100% داریم. هیچ دفاعی از جمهوری اسلامی من نمی کنم. اعمالی که جمهوری اسلامی کرده، صحبتهایی که می کنن، کارهایی که انجام میدن، هر روز امنیت کشور ما رو به خطر می دازن و شرایط کشور ما رو بحرانی و بحرانی تر می کنن با تهدیداشون، با فعالیتاشون، با کارهایی که می کنن. ولی من فکر می کنم این مسئله موضع‌گیری در مقابل جنگ واقعا ارزش داره و امیدوارم که آخری که داشتم می آمدم جلوی دوربین یه ایمیلی داشتم که چاپ میکنم فردا در برنامه خواهم آورد، که قرار 4 فوریه، نمیدونم جمع ایرانی نیستن که دارن برنامه رو برگزار میکنن برای مخالفت، نشون دادن مخالفت با احتمال جنگ، حمله به ایران، که من امیدوارم خود ایرانی های همچین کاری رو بکنن، شروع کنن سازمانه های کوچک پیاده روی هایی رو بذارن، به اصطلاح اعتراضاتی رو بگذارن در یک روز مشخص، در یک ساعت مشخص، در شهرهای مختلف، که اقلن ما به جامعه جهانی نشون بدیم که ما ایرانی ها مخالف هر گونه حمله به کشورمون هستیم. اجازه بدین که چند تا خبر رو کوتاه خدمتون عرض بکنم. اینکه از یک طرف ایران دائما هستن گروهی که دائما چی میگن، از قدرت خودشون رو، از بزرگ نمایی خودشون دائما میگن، اینکه دنیا میدیدید که میگفتن جرأت نمیکنه بانک مرکزی رو تحریم بکنه، جرأت نمیکنه نفت رو تحریم بکنه. خب اروپا کرد، جرأت نمیکنه، جو همش میگن جرأت نمیکنه. حالا ایران با احضار سفیر دانمارک به تحریم های اتحادیه اروپا اعتراض کرده. میدونید که الان مسئولیت اتحادیه اروپا رو دانمارک داره و ایران اعتراض کرده. حالا اعتراض کرده چه اثری خواهد داشت نمیدونم، ولی خیلی علاقمند هستم که حالا برنامه این هفته تقریبا پر هستش، مگر جمعه مهمانی داشته باشم که صحبت بکنیم راجع به روابط ایران و آمریکا و ببینیم که چه فرصت‌هایی آیا بوده برای این آشتی و گفتگو آمریکا توجه نکرده و چه فرصت‌هایی بوده که ایران توجه نکرده. به احتمال زیاد امیدوارم جمعه یه برنامه روی این موضوع داشته باشیم. خب این احضار ایران، و این خیلی جالبه که ایران همیشه میگه که من هیچ وقت دخالت ایران در کشورهای دیگه اصلا نمیکنه، کاری نداره و جاسوسهای کشورهای دیگه هستن که دائما در کشور ما جاسوسی میکنن. در افغانستان یک ایرانی متهم شده به جاسوسی در افغانستان که به 16 سال زندان محکوم شده. اسم اون شخص رو اینجا نمیارن، ولی یک دادگاه در شهر هرات در غرب افغانستان فردی را به اتهام جاسوسی برای ایران به 16 سال زندان محکوم کرد.
اون شخص درست مثل زندانیای داخل کشور ما چون اینا واردن دیگه، میدونه که در زندانهای ما چقدر شکنجه مردم رو میکنن تا اعتراف کنن. ایشون گفتن که بله من رو هم شکنجه کردن که این اعتراف رو بکنم، ولی قاضی میگه که اطلاعاتی که بیرون اومده ایشون در تلفنش، دفترچه تلفنش، تلفن‌های افراد اطلاعاتی بوده و حتی مکالمات ایشون ضبط شده روی تلفن که با دیگران داشته، مقاماتی که گزارش میداده از بخش‌های مختلف افغانستان. اینا تمام جزو مدارک هست که اونجا در افغانستان هست. به هر صورت ایشون رو به عنوان جاسوسی، یک ایرانی رو به عنوان جاسوسی به 16 سال زندان در افغانستان محکوم کردن. و خبرگزاری مهر به نقل از محسن قمصری، مدیر امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران، نوشته است که با توجه به اینکه خریداران عمده نفت ایران کشورهای آسیایی هستند، تحریم نفتی اتحادیه اروپا تأثیری بر عواید حاصل از صادرات نفت ندارد و این شرکت میتواند با سادگی به سادگی برای مشتریان اروپایی خود جایگزین پیدا کند. یعنی هیچ وقت که نمیگن که الان وضع ارز تو کشور ببینیم به کجاها شده، 2050 تومان. با اینکه دولت سعی کرده جلوی این قضیه رو بگیره به هیچ وجه نتونسته و میگن که این مسئله ارز نتیجه همین تحریم بانک مرکزی هست و تا آخرین لحظه میگن روی ما اثری نداشته. الان چین و روسیه که از یاران ایران هستن، چین خرید نفت رو کم کرده از ایران و ایران ادعا میکنه که ما جایگزین برای اروپا پیدا خواهیم کرد. و دیگر اینکه آمریکا بانک تجارت ایران رو هم تحریم کرده، میگه که این بانک در فعالیت هایی که در زمینه سلاح بوده و در زمینه فعالیت های هسته‌ای دست داشته، بنابراین بانک تجارت رو هم تحریم کرده. و همچنین آمریکا از تحریم نفتی که اروپا روی ایران گذاشته استقبال کرده و آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا در پیامی از هم پیمانان اروپایی خودشون برای اعلام این تحریم تشکر کرده. از صحبت مقامات داخل ایران متوجه میشیم که چقدر وضع ایران ضعیفه و اینها ناخواسته صحبت‌هایی میکنن که شما از صحبت‌های اینا متوجه میشین که چقدر اوضاع شکننده است. و اینکه وزیر اطلاعات آقای حیدری گفتن که ببخشید حیدر مصلحی که دشمن 15 برنامه داره که میخواد لطمه بزنه به انتخابات مجلسی که در پیش هست، بعد یکی یکی اینجا میگن که این نقشه ها چه چیزایی هست، یعنی همه این کارا رو دشمن داره میکنه. حتما هم مخالفین دارن داخل کشور یک کارایی میکنن، ولی این نیست که 100% اونا میکنن، مخالفینی وجود دارن. یکیش میگن نخستین اقدام دشمن دامن زدن به اختلافات داخلی هست، اقدام دیگرشون ملتهب ساختن فضای سیاسی کشور هست. و دیگه وزیر اطلاعات میگه بنده به عنوان یک خبر و اطلاع عرض میکنم که ارتباط جریان فتنه با دشمنان این نظام و ملت ثابت شده است و اسناد فراوانی وجود دارد. یعنی دیگه بعضی حرفاشون هم خب خنده داره دیگه، میگن دشمن فعالیت میکنه، ولی اینکه علنی آمده بودن آقای کروبی و آقای موسوی دست داشتن با کشورهای خارجی، نمایندهشون کسی که این کارا رو می‌کرد آقای خاتمی بوده، یعنی واقعا خنده داره. میگن مرغ پخته خندش میگیره، همینه. حالا موارد دیگری که میگن، ایشون میگن که تلاش دیگه‌ای که دارن دشمنان میکنن برای به خیابون آوردن مردمه، برای در زمان انتخابات آوردن مردم به سطح خیابون هاست. ایشون میگن که ترویج روحیه عدم اعتماد هست در بین مردم و میگن همین اختلافاتی که بین خود خودی های خودشون به وجود اومده، این هم از فعالیت های دشمن هست. و دیگه میگن که ببینید چه صحبتی ایشون میکنه، بعد آدم از حرفاشون
بین خطها چه چیزی دریافت میکنه. اجازه بدین این، یعنی میخوان بگن که خودشون احساس نگرانی میکنن از آمدن این بهار عربی به کشور، که ببینین چی میگن. یکی دیگه از هدفهای دشمن، وی کشاندن موج بی‌ثباتی منطقه به داخل مرزهای کشور را دیگر برنامه دشمن در این راستا دانست و بیان داشت: می‌دانید که در اطراف کشور ما چه وضعی است و استکبار به شدت دنبال این موضوع است تا بی‌ثباتی کشورهای منطقه را به داخل ایران بکشاند. یعنی صحبت‌های این آقایون رو که می‌خونید متوجه میشید که چقدر داخل کشور وضع شکننده هست. خب اجازه بدید در این بخش بریم و به یک ترانه، یه ترانه زیبا از عشق صحبت می‌کنه. گوش بدیم، برگردیم، برنامه رو با شما پی می‌گیریم. به شکل پرواز پرنده است، عشق خواب آهوی رمنده است. من زائری تشنه زیر باران، چشم آبی اما کشند است. من میرم از این آب مسموم، اما اون که مرد از عشق تا قیامت هر لحظه زنده است. من میمیرم از این آب مسموم، مرگ عاشق عین بودن اوج پرواز یه پرنده است. تو که معنای عشقی به من به گوره قصه ها بسپار، صدا کن اسمم و از عمق شب از نقب دیوار، برای زنده بودن دلیل آخرینم باش. من بذر فریاد خاک خوبم سرزمینم باش، طلوع صادق عصیان من بیداریم باش. عشق گذشتن از مرز وجوده، مرگ آغاز راه قصه بوده. من راهی شدم نگو که زوده، اون کسی که سر سپرده مثل ما عاشق نبوده، اما اون که عاشقونه جون سپرده هرگز نمرده.
شهره یاسمی هستم، برنامه از تلویزیون ایران ما رو مشاهده می‌فرمایید. خب اجازه بدین در این چند دقیقه آخر چند تا خبر رو تیتروار خدمتتون عرض بکنم. یکی این که اگر خاطرتون باشه روسیه قرار بود که این سیستم های S-300 رو به ایران بده، قراردادی بسته بودن، بعد متوقف کردن، بعد تأخیر افتاد، بعد ندادن. خلاصه گویا به این ترتیب شد که پول ایران رو پس دادن و البته سفیر ایران میگه که سود و بهره اون رو هم دادن، ولی مقامات روسی میگن که نه، سود رو ندادن، فقط پول ایران رو برگردوندن و این به دلیل همین تحریم ها هست گویا که نتونستن که این کار رو انجام بدن. به هر صورت میبینید که یاران ایران هم که جمهوری اسلامی باید بگم ایران هم که روسیه و چین هستن، اینها هم تا یه حدی میتونن پیش برن و تحت این تحریم ها به هر صورت هر کاری که دلشون میخواد امکانش نیست که انجام بدن. و دیگه اینکه معاون فرهنگی سپاه دو مرتبه تهدید کرده، اگه یادتون باشه چند وقت پیش تهدید کردن که ما تنگه هرمز رو میبندیم. آقای اوباما نامه ای داد به طور خیلی خصوصی به دست آقای خامنه ای برسه از چند تاریخ که آمریکا گفته بود خط قرمز ما تنگه هرمز هست و میدونید که ناوگان آمریکا هم به سوی اونجا حرکت کرد و شرایط خیلی بحرانی شد که بعضی از فرماندهان سپاه گفتن نه، این الان گفتگوی امروز ما نیست، این مال 5 سال پیش بوده. ولی باز امروز معاون فرهنگی سپاه گفته که ایران اختیار گلوگاه انرژی دنیا را دارد، تحریم‌های اتحادیه اروپا وضعیت اقتصادی این کشورها را بحرانی تر می کند. و باز یکی دیگرشون، یکی از این آقایون سپاه، یه حالت تهدید دو مرتبه به وجود آورده که خب این تهدیدها شرایط رو که بهتر نمی کنه، فکر نکنم واقعا بهتر بکنه این شرایط رو. و دیگه گزارش نقض حقوق دانشجویان در ایران به احمد شهید ارائه شد. شما ببینید چند مورد بوده، من فقط براتون بخونم یه بخششو. کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت در گزارشی مفصل به احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران به بیش از 2000 مورد نقض حقوق دانشجویان در ایران اشاره کرده است. اجازه بدید بخش کوتاهیشو براتون بخونم. این نهاد دانشجویی منتقد دولت در گزارش خود که سوم بهمن ماه منتشر شد 2050 مورد مختلف نقض حقوق بشر در ایران را از فروردین 1388، نه از چند سال پیش، از سال 88 تا شهریور ماه سال جاری به ثبت رسونده. در این گزارش به مواردی نظیر 634 مورد بازداشت دانشجویان، 396 مورد محرومیت از تحصیل، 132 مورد اخراج دانشجویان از دانشگاه، 68 مورد فشار بر دانشجویان زندانی و 27 مورد مرگ مستقیم و غیر مستقیم دانشجویان به دست عوامل حکومت ایران اشاره شده است. از سال این فقط 1388 تا به حال بوده. و این مواردیه که به هر صورت به دست آقای احمد شهید رسیده. ببینید حالا آقای احمد شهید فکر کنم که چندین و چند جلد نوشته کتاب از این نقض حقوق بشر در ایران به دستش رسیده. و این وضع دو مرتبه اقتصادی هستش که آقای آرش حسنیا یه مطلب جالبی نوشتن در رادیو فردا در مورد جهان اقتصادی در بازار ارز و سکه که ایشون میگن که آقای آیت الله خامنه ای سال 90 رو جهاد اقتصادی نامید تا به گفته او مسئولان کشور چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش‌های دیگر و همچنین ملت در عرصه اقتصادی با حرکت جهادگونه کارو مجاهدت کنن، که میگن که ایشون میگن اون زمان وقتی این صحبت رو کردن قیمت سکه بهار آزادی 435 هزار تومان بود و در همون زمان یورو در حدود 550 تومان بود و دلار 1000
110 تومان بود که الان ببینید قیمتها سر به فلک کشیده و چطور داره روز به روز اضافه میشه و کسانی که در این رشته تخصص دارن میگن که امکان داره در روزهای آینده شاهد بالا رفتن قیمتها هم باشیم و دولت با اینکه سعی میکنه جلوی فروش این رو در بازار آزاد به یه جوری کنترل بکنه ولی از دستش خارج شده و امکانش به هیچ وجه نیست. خب ببینید اینجا نوشته که روز یکشنبه هر دلار آمریکا با ادامه روند رشد خود به یک قدمی 2000 تومان رسید که امروز خبر گرفتیم از 2000 هم یکم بالاتر رفت و رقم 1900 تومان را ثبت کرد. این روند افزایشی روز دوشنبه و در حالی که در بازارهای ایران به دلیل مراسم عزاداری چندان گرم هم بازار نبود ولی همچنان ادامه پیدا کرد. قیمت دلار به حد بی سابقه 2050 تومان رسید. یعنی ایشون میگه که به معنای رشد بیش از 84% قیمت هر دلار از سال 90 که آقای خامنه‌ای اعلام کرده بودن که سال جهاد اقتصادی باشه که میبینید به چه فلاکتی اقتصاد رسیده. و دیگه هم این که آقای سعید رضوی فقیه که از فرانسه برمیگشتن، ایشون روزنامه نگار هستن، در نشریات مختلفی قلم زدن، به هر صورت ایشون بازداشت شدن، قبلا هم زندان شده بودن، در زندان انفرادی هم بودن، ولی به گزارش تارنمای ندای سبز آزادی سعید رضوی فقیه از فعالان سابق دانشجویی و عضو سابق دفتر تحکیم وحدت 6 روز پیش پس از ترک پاریس در فرودگاه امام تهران بازداشت شده است و همکنون در زندان اوین به سر میبرد. بله این هم سردار محمد علی آسودی که خدمتتون عرض کردم یکی از سرداران مجدداً تهدید کردن برای بستن تنگه هرمز. خب در همینجا با اجازتون بخش اول برنامه را به پایان میبرم و همونطور که خدمتتون عرض کردم قول دادم که خواسته شما رو انجام بدم گفتگوی خودم با آقای اشکبوس طالبی رو در مورد فیلم جدایی نادر از سیمین براتون میگذارم. امیدوارم لذت ببرید. فردا ساعت 12:30 در خدمتتون هستم. خواهش میکنم که من رو از نظرات خودتون باخبر کنید از طریق ایمیل یا تلفن که هر دوتا رو میتونین روی سایت پیدا بکنین. تشکر، روزتون بخیر، تا فردا ساعت 12:30. سلام از بنده، حال شما چطوره؟ خیلی ممنون، خوب. کنجکاوم که ببینم از دید روانشناسی، واقعا کنجکاوم چون من کلا فیلم دوست دارم. این فیلمم به نظرم واقعا یکی از فیلم‌های خیلی خوبی بود. بله. و اینکه ببینم شما چه نگاهی بهش دارین. بله. خیلی برام جالبه. مدام می‌خوام ازتون یه خواهشی بکنم و اون اینکه برای کسانی که فیلم رو ندیدن شما خیلی کوتاه تعریف بکنید که موضوع فیلم چی هست. بله. که با اجازه شما یک تیزرشو نشون بینندگان بدیم. بله. برگردیم صحبتمون شروع. بله. اول اجازه میخوام خدمتتون سلام بکنم. خواهش. و خدمت بینندگان عزیز، خیلی خوشحالم که دوباره منو دعوت کردید به استودیو. منم بسیار خوشحالم. این فیلمی که الان در اروپا و آمریکا و ایران از فیلیپین تا پرتغال، از ترکیه تا انگلیس، این فیلم خیلی سر صدا کرده، فیلم خیلی خوبیه. در حقیقت این فیلم یک نگاه بیطرفانه، از نظر من یک نگاه بیطرفانه به جامعه فعلی ایرانه، بدون اینکه جهتگیری خاصی داشته باشه و بدون اینکه کسی رو محاکمه بکنه، بدون اینکه راه چاره بگه که آقا تقصیر کیه اینطوری باید بشین، از این کارا نیست، فقط گذاشته اونجا. خب شما موضوعش الان لطف کنیم به ما بگیم. موضوعش در حقیقت از یک اتفاق بسیار ساده شروع میشه که در تمام دنیا اتفاقات ممکنه بیفته، طلاق بین یک خانواده جوان، بین یک مرد و یک زن جوان که هر دو تحصیل کرده هستن و زن میخواد از کشور خارج بشه و تضاد از اینجا شروع میشه و درگیری ها و چگونگی برخورد با این مسئله طلاق و نقش یک فرزندی که دارن اونجا و عرض کنم به خدمت و یک پدر پیر هست که به عنوان یک عامل دیگه در این به اصطلاح سناریو کار میکنه و در حقیقت این جدایی نادر از سیمین یا جدایی سیمین از نادر، سیمین زنه و نادر مرد،
این داستان جدایی و چگونگی برخورد یک مسئله اجتماعی است. خب طلاق همه جا هست، از زمان قدیم هم بوده، الان هم هست، در کشورهای اروپایی آمریکایی هم هست، در کشور ما هم هست. نوع برخورد یک زوج جوان ایرانی به مسئله طلاق با دیدگاه‌های متفاوت اصلا اساره این فیلم است. بله، و همونطور که به درستی شما گفتید، من هم دیروز هم امروز گفتم این فیلم مثل، یعنی خیلی از فیلم‌ها اینطوریه، ولی یه فیلم قابلیت بیشتری داره که شما مثل پیاز که هر پوستشو برمی‌دارین یه لایه دیگه داره، هر پوستشو بستگی به بیننده داره که چقدر بخواد ظریف این لایه‌ها رو برداره و نگاه بکنه. و یه موضوعی که خیلی خوشحالم شما دقیقاً بهش اشاره کردید تو کمتر فیلمی اتفاق می‌افته، دوربین، یعنی در حقیقت فیلمنامه قضاوت نمی‌کنه. کی خوبه کی بده، کی درسته کی غلطه، صاف میذاری جلوی شما که شما قضاوت. به عنوان یک آدم بی، به قول معروف بی خط یا بدون به اصطلاح پیش داوری، نشون میده، دوربین رو میذاره رو واقعیت‌های اجتماعی. و آدم وقتی این فیلم رو نگاه میکنه، من 3-4 بار این فیلم رو تماشا کردم، آدم احساس میکنه که با یک کلاف سردرگم روبروست و این مسائل به قدری به هم پیچیده شده که شما نمیتونید اینو جدا بکنید بگید این مسئله اصلیه. نه، مسائل دیگه هم هست. دقیقاً هست. من فقط قبل از اینکه تیزر رو نشون بدم، چون شما موضوع رو گفتید، خب آدم از آقای اصغر فرهادی هم که کارگردان این فیلم هستن توقع داره که اینطور باشه. و اون اینکه هر کسی که وارد این ماجرا میشه خودش یک نقش مهمی داره و یک حرفی برای گفتن داره، یعنی یک اثری رو شما میگذاره و میره. اینطوری نیست که بی خودی یکی بیاد و بره تو مثل بعضی از فیلم‌ها. یعنی در حقیقت از دید روانشناسی هر شخصی که این فیلم رو نگاه میکنه خودش را با یکی از این بازیگرها همانند میکنه، احساس میکنه که با یکی از این بازیگرها چیان همگون هست. میگن همزادپنداری اگه بله، بله، همزادپنداری میکنه. بله، آیدنتیفای میکنه. حالا ما به انگلیسیش میگیم خودش همانند میکنه. حالا یا با راضی خودش همانند میکنه، میگه ای وای این مشکل منم هست. یا با نادر خودش همانند میکنه، ای وای این مشکل منم هست. یا اینکه میاد خودش را با اون پدر پیر. به به. چه بازیایی که. اجازه بدید چیزا رو نشون بدید. آره. البته من یه چیز اضافه کنم اینجا با اجازه شما، که دوستانی که این فیلم رو دیدن متوجه شدن که این فیلم رو میشه از ابعاد مختلفش نگاه کرد. خیلی از منتقدین ما در اینجا در ایران و در کشورهای خارجی به خصوص اروپا و آمریکا از ابعاد مختلف این فیلم نگاه کردن، بیشتر جامعه شناختی، بیشتر سعی کردن جامعه ایران رو بشناسن و تضادهای طبقاتی یا گروهی یا قشری در جامعه، یا از دیدگاه مذهب، یا از دیدگاه تاریخ، یا از دیدگاه سنت و مدرنیته به این فیلم نگاه کردن، یا از دیدگاه هنری به این فیلم نگاه کردن که ستاره بیات چطور قشنگ بازی کرده در این فیلم و واقعا ستاره شده. من اینطوری نمیخوام نگاه کنم. من اصلا کارم نیست، نه جامعه شناسم، نه سیاستمدار و نه معلم اخلاق. من فقط سعی میکنم اول مشاهدات خودم را مثل شما بیننده ها بگم که من چی دیدم از این فیلم، و در قسمت دوم این فیلم از 2 تئوری روانشناسی استفاده بکنم برای تحلیل این رفتارها، و بعد در قسمت سوم ببینیم که آیا این تئوری های روانشناختی یا تئوری های علمی که امروز هست، با این تئوری ها ما میتونیم بخشی از این رفتارها را کنکاش بکنیم، بررسی بکنیم. خیلی خوشحالم که شما این توضیح رو دادید، با اینکه من قبلا گفته بودم، ولی شما خیلی بهتر شکافتینش، که یعنی توقع بینندگان ما این نباشه که ما دقیقاً ایشون از دید روانشناختی به این قضیه نگاه میکنن. منتها اجازه بدید که یک قسمتی از تیزر این فیلم رو من بگذارم، برمیگردیم برنامه رو همراه با مهمان گرامیم آقای اشکبوس طالبی پی میگیریم. نه خیلیشون نه معتاد نه مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالم. پس برای چی میخواد الان بگیم؟ برای که ایشون نمیخواد با من بیاد. من پدرم نمیتونم ول کنم. پدرشون آلزایمر، اون میفهمه که تو پسرشی. من که میفهمم اون پدرمه. من الان تکلیفم چی میشه آجام؟ هیچی، بفهمه سر زندگی تو خدا. نگهداری پدرم مهم و زمانه شده شده.
سلام دیگه برو 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 شوهرت بگو یه کاری نکن من دیوونه شم خودم بد بکنم اگه فردا زد تو راه مدرسه بچه تو کشتی دیگه چیکار کنم شبا رو بودو جمع کنم بریم خارج اتهامت قتل مگه تو تکامل جدی نیست جدی شد سلام مجدد خدمت هموطنان عزیزم شهره عاصمی هستم برنامه از تلویزیون ایرانی ما رو مشاهده می‌فرمایید در خدمت آقای اشکبوس طالبی و ایشون دارن یک نگاهی متفاوت به این فیلم می‌اندازن و برای ما بازگو می‌کنن که نظرشون از لحاظ روانشناسی چی هست با سلام مجدد اجازه بدید من قسمت اول رو که شامل مشاهدات من هست از این فیلم که احتمالاً شماها هم همین چیزها را دیدید و امیدوارم برای اون دسته از بیننده‌هایی که این فیلم رو دیدن تکراری نباشه و میخوام که این مشاهدات رو من اینجا دوباره بیان بکنم و با شما در میون بذارم که بعداً که میام رو تئوری‌های روانشناسی و ارتباطش میدم با این رفتارها و این مشاهدات که برای شما معنی بهتری پیدا بکنه و بهتر بتونیم از این فیلم استفاده بکنیم فکر میکنم آقای اصغر فرهادی به دقت و عرض کنم با توجه به تمام جزئیات این اسمای این فیلم رو انتخاب کرده هر کدوم از این اسمها در این فیلم بیانگر و نشاندهنده و نماینده یک طرز فکر یا قشر خاصی از جامعه پیچیده ما ایران هست برای مثال خدمتتون عرض بکنم شهاب حسینی که در نقش حجت بازی میکنه یک آدمی است بسیار یعنی اینطور نشون میده یک آدمی است عصبی و خودجوش و زودجوش و زودانگیخت و احساس اینه که میکنه که مورد تعرض واقع شده و به قول آمریکایی‌ها ویکتیمه یعنی مظلومه و برای این مظلوم نمای خودش راه چاره این میدونه که خودش بزنه به خودزنی میرسه حجت عدم اعتماد به قانون قانون رو به رسمیت نمیشناسه و معتقده که این قانون در مورد ایشون همیشه ناعادلانه بوده انداختنش زندان 6 سال به عنوان یک کفاش بوده و هیچ اعتقادی به این قانون نداره و معتقده که این قانون همیشه طرفدار طبقات بالا هست و برمیگرده و حالت خصمانه نسبت به نادر که مگه بچه های ما بچه های طول سگ هستن و ارزش ندارن یعنی چی؟ یعنی بچه های شما طول سگ هستن یا در خانواده من ناموس محترمه یعنی چی؟ یعنی در خانواده شما که مرفه هستید یعنی همش میبینیم که در حالت سرزنش کردن حمله کردن به دیگریست و همیشه هم ناراحته که چرا که نمیتونه احساسات خودش رو کنترل بکنه و مطالب خودش رو به درستی بیان بکنه چه در دادگاه و چه در اون جلساتی که ریش سفیدا جمع شدن این شخصیت آقای حجت رو برای شما نشون میده حجت در برخورد با مسائل خودش همیشه عدم اطمینان داره همیشه استراب داره و همیشه نگرانی داره و تضاد یا کانفلیکت و تعارض بنمایه رفتار حجت رو نشون میده سیمین را خیلی خوب انتخاب کرده نامیست برای لیلا حاتمی سیمین از نظر فارسی به معنای زرین به معنای طلا به معنای شفاف است سیمین یک آدم یک خانم تحصیل کرده کنشگر امروزی است به اصطلاح طبقه نوپای طبقه متوسط تعلق داره تحصیل کرده است معلم زبان انگلیسی است از کنم شلوار جین میپوشه روسریش تقریبا روسری به اصطلاح خیلی اسلامی نیست از کنم به خدمت خیلی هم میتونه حرف بزنه و از حقوق خودش آشنا هست به حقوق خودش و میگه میخوام برم
و اون هم تضاد داره و اون هم دچار واماندگی و نگرانی هست و بین رفتن و ماندن مونده، بمونم تو ایران و خانوادم رو حفظ بکنم یا اینکه برای آینده دخترم راهی کشور دیگه بشم. بنابراین سیمین نشان دهنده یک تیپ تحصیل کرده یه طبقه متوسط هست که عرض کنم به خدمت شما تلاش داره که مسئله را حل بکنه، نه اینکه مسئله را غامستر بکنه، اما در این کلاف سردرگم جامعه ایران لنگه. چرا؟ چون سیستم پدرسالاری بهش اجازه نمیده بیشتر از یک حد متعارف پا را جلوتر بذاره. و این داستان سیمین هست که خیلی خوب انتخاب کرده، یعنی شفافه چی میخواد از زندگی. تمام این نام ها سمبولیکه. راضیه که ستاره بیات هستش، راضیه کلمه عربی است از اسم مؤنث برای راضی. راضی مردی هست که خوشنود به آنچه که داره و راضی زنی هست که خوشنود که به آنچه داره، آنچه که تقدیر بوده، آنچه که سرنوشت بوده. یک آدم بسیار بسیار مذهبی است و به خاطر مسائل مذهبیش خیلی علاقه داره که خانواده رو به هر شکلی که شده حفظ بکنه و حتی بدون اجازه شوهرش و بدون مشورت به شوهرش یواشکی میاد میره تو خونه نادر کار بکنه. میدونه که شوهرش طلبکارا دنبالش هستن و سعی میکنه به شیوه خودش مسائلش رو حل بکنه. این هم راضی هست. راضی آدمی بسیار بسیار مذهبی، معتقد به سنت و به تابوها، خیلی اعتقاد داره، تلاش داره که خانواده رو حفظ بکنه و خانواده اصله نه خودش. بنابراین روی نیازهای فردی خودش پا میذاره و به اصطلاح فراموشش میکنه تا اینکه بتونه خانواده رو حفظ کنه. بنابراین یک آدمی است در حد خودش کنشگر و تلاشگر. ضمناً شیوه های اخلاقی خانم راضیه در درون خودش نیست، معیارهای اخلاقی در درون خودش نیست، یعنی با معیارهای فردی خودش در مورد این افراد قضاوت نمیکنه، بلکه معیارهای اخلاقیش خارج از خودشه، در حوزه هست یا در مسجد یا در خدمت یک مجتهدی که تلفن میزنه و ازش اجازه میگیره که آیا من میتونم بدن یک مرد نامحرم را ببینم حتی اگر 70-80 ساله باشه. اینها رو به عنوان چیز میگم که شما بیشتر دقت بکنید، یعنی میدونم که اینا تکراره برای شما ولی بعدا من پوینت دارم روی این رفتار. این بود که به اصطلاح راضی است. راضی در شرایطی بسیار بسیار حساس باز هم تابوها را پشت سر میذاره، باز هم از چارچوب قانونهایی که مذهب براش تعیین کرده فراتر میره و میره بلکه بتونه مسئله رو با دست خودش حل بکنه. در نهایت مذهب براش تصمیم میگیره که این پول حرامه و من نمیخوام بیارم توی خونه. بین مصلحت و حقیقت، در حقیقت حقیقت مذهبی رو انتخاب میکنه. اما راضیه هم دوچار این تضاد هست، راضیه هم دوچار این شک و تردید هست. آیا هول دادن نادر بود که من بچه‌ام رو سقط کردم یا نه؟ نمیدونم. و دوچار این تعارض مونده، نمیتونه تصمیم بگیره و این تعارض در وجود راضیه ایجاد طوری میشه که نمیتونه تصمیم بگیره و دوچار واماندگی میشه در شرایط خاصی که به گریه میکشه کارش. عرض کنم بنابراین اضطراب و نگرانی و تضاد بنمایه رفتار راضیه در این فیلم هم هست، همونطوری که بنمایه رفتار حجت بود و بنمایه رفتار سیمین مشترکن. تضاد، عرض کنم به خدمت، اضطراب و نگرانی و دوگانگی. و بعد میایم روی نادر تکیه میکنیم که خیلی خوب بازی کرد نقش خودش را. فکر میکنم آقای فرهادی باز هم سمبولیک این اسم را برای این کارگر، برای این بازیگر گذاشته. نادر یک آدمی است لجوج و یک دنده، تیپیک یک مرد ایرانی است و تحصیل کرده و بانکداره، با تو بانک کار میکنه، یک چیزهایی را جست گریخته از آزادی میدونه. ولی به نظر من تیپیکال مرد ایرانی نبوده. از چه نظر؟ ببینید
یه جاهایی این وقتی که شما اونطور میگین که بخواد پافشاری بکنه، این یه جاهایی مجبور میشه به بچهش که ازش سوال میکنه نمیکنه اون پافشاری و ببخشین در مورد زنش اونطور تحکم نمیکنه مثل مرد سالاره مرد ایرانی که باید بمونی میگه برو میکنه. کاملا درسته. من در این یادداشتن نوشتم نادر آدمی است که از گذشته گسسته و به آینده هنوز نپیوسته، یک آدمی بینابینی مونده این وسط. اتفاقا مشکل نادر از همه این افراد مشکلش عمیق‌تر از نظر روحی، نمیتونه یک اصولگرا باشه که واقعا به حقیقت تکیه بکنه و در شرایط فشار حقیقت رو میذاره زیر پا و به مصلحت میره. به دخترش میگه که اگر دروغ نگفته بودم باید 3 سال زندان بودم و تکلیف تو چی بود. بنابراین این آقای اصولگرا که و میخواد که به استال با لجاجت و یک دندگی راهی را که فکر میکنه راه درسته، my way or highway به قول آمریکایی‌ها، ولی در شرایطی میمونه ایشون هم درمانده میشه، ایشون هم به بن بس میرسه، ایشون هم خرش لنگ میشه توی این اصطلاح کشاکش. نادر تیپیک به نظرم رسید که تیپ نادرشاه افشار را داره در تاریخ ما. یک آدمی است پیدا میشه لجوج و یک دنده، میخواد خودش کار بکنه، یک مقدار از جامعه ایلی خودش بریده، حتی میاد مردم را دعوت میکنه در دشت مقام رأی بده که شاه باشه، یعنی نه از جامعه گذشته بریده و نه به آینده پیوسته، ولی در یک مقطع هم تصمیم میره یه کارایی میکنه ولی نتیجه نداره و نهایتش درگیره به اون سوء نیت ها و سوء تفاهم ها و بدبینی های خودش نسبت به دیگران. نادر میگه که تو ترسو هستی میخوای در بری، توجه میکنی به سیمین میگه، ولی من میمونم اینجا مبارزه میکنم. و نادر در حقیقت با این حالت بدگمانیش و سوء ظنش درش هست نمیتونه این زندگی را نجات بده، در همینطور که نادر نتونست برادرهای خودش را کور کرد و سلسله افشاری بیشتر دوام نیاورد. فکر میکنم که تیپیک نماینده نادر هست در تاریخ ایران. حالا ترمه دختری جوان 11 ساله به شکلی که نماینده نسل جدیده، نو در برابر کهنه، نسلی که داره میاد و میخواد آینده را بسازه، در حقیقت یک دختر ناپخته و خب بچه 11 ساله که چیزی نمیدونه از جامعه، 11 ساله که درباره اخلاقیات و حل مشکل اونقدر بالغ نشده که بتونه مسائل حل کنه، بنابراین دوچار رمانتیسیزم هست همیشه، دوچار اینه که من باید بدونم حقیقت چیه. بابا تو راست گفتی بهش یا نه؟ ولی مسئله حقیقت براش خیلی مهمه. خیلی مهمه. یعنی پس این نسل جدید این شفافیت براش مهمه. ولی معلوم نیست چه تصمیمی میگیره. ترمه هم مونده وسط. ترمه هم دوچار این تعارضه که من در این دعوا چه کار باید بکنم؟ من باید طوری بکنم که خانواده از بین نره. منم پدرم و دوستانم هم مادرم. مثل این هم دستمیشو گرفته بوده ها. مهم نیست. آقای اصغر فرهادی خیلی قشنگ با یه سری مشکل و یک سری سوال این فیلم رو شروع میکنه و با همون سوالات هم فیلم رو تمام میکنه. سوالی جواب داده نشده در فیلم. اگر داده شده بود که ما پلو رو آماده کردیم گذاشتیم تو بشقاب برای مردم. در حقیقت داره کمک میکنه به افراد که خودشون فکر بکنن. دقیقاً. و هر کسی و همه کس را و همه را معمه نمیدونن فکر بکنن ببینن این مسئله چطوری حل میشه. بنابراین ترمه، اسم ترمه برای من خیلی جالبه. در دیکشنری های ایران خیلی شاید یکی دو مورد ما ترمه را به عنوان اسم دیدیم. ترمه یک پارچه است که در یزد درست میشه و بسیار گرانباز و بسیار خانم ها علاقه دارن به این ترمه و تو قاب میگیرن و نگه میدارن. یک چیز بسیار بسیار یونیک و ارزشمندیه. در حقیقت این دختر هم یه چیز نو و ارزشمندیه، یک پدیده جدیدیه برای این جامعه که باید قدرش بدونیم، باید ازش مواظبت بکنیم، همونطور که از ترمه. میبینید این کلمات به نظر من میرسه که خیلی سمبولیک و خیلی در کالچر ما و در فرهنگ ما هر کدوم اینا یک معنای خاص خودش رو داره. ولی صبرینا هم اسم واقعیش صبرینا است. صبرینا هم اسم ایرانی نیست. خدیجه، رودابه، سینین، این اسم ایرانی. صبرینا اسم ایرانی نیست و یا سارینا اسم ایرانی نیست و خیلی جدیده، خیلی چیز جدیدی، همانطوری که این ترمه یک آدم جدیدی، یک فکر جدیدی میاره. ولی ترمه هم تو قضاوت توی دادگاه میمونه، میگه من همین حالا باید جواب بدم این را، یعنی نمیدونه چه کار بکنه، طرف مامانش رو بگیره طرف باباش رو بگیره. اگر واقعیت رو بگه چی؟
ولی خندید، گفت من میدونم چی میخواد. ولی نه، نمیدونیم چی میخواد بگه. ما نمیدونیم. بله بله. بنابراین من و اینجا یک شخصیت دیگه هم هست که پدره. پدر 70 80 ساله است. به نسل گذشته که در حالت مردن هست. داره میمیره. بله. و داره میمیره. انقلاب کرده و شکست خورده. یک آدم شکست خورده مغموم افسرده کلینیکی هست. ولی امیدش را هنوز از دست نداده به طور سمبولیک. چرا؟ هنوز میخواد بدونه، هنوز میخواد روزنامه بخونه. و جالب اینه که بازم به طور سمبولیک توی تمام این افرادی که توی این کرکترها هستن، توی این فیلم هستن، فقط به سیمین دلبسته است و دست سیمین را میگیره و ولش نمیکنه و همه را سیمین خطاب میکنه، گویی اعتقاد داره من که کاری از دستم ساخته نشد، من که شکست خوردم در انقلاب مشروطیت، مثلا شکست خوردم در جبهه ملی، شکست خوردم، من نسل گذشته این فرهنگ هستم، در انقلاب جمهوری اسلامی شکست خوردم و چشم امیدم به شما زنها هست، به چشم امیدم به شما زنهای کنشگر هست، به چشم امیدم به شما هست که میتونید از خودتون فراتر برید، یعنی مسائل فردی خودتون رو و به دیگران بیندیشید. و اینه که تا سیمین هست این آلزایمرش به اون شکل نیست، هیچ کس نمیدونه که این آلزایمر داره یا نه یا دوچار، ولی این پیری و سن کهولت، رفتن سیمین یک شوک وحشتناکی است برای این پیر مرد و در حقیقت میبینه که آخرین امید خودش را به زندگی داره از دست میده و به خاطر همینی که عود میکنه بیماریش و دچار خود ادراری میشه و کنترل عصبی خودش رو از دست میده، بازم تحت تضاد، بازم تحت استرس، بازم تحت فشار. این فشار و یعنی فشار و استرس مال جامعه ما هست که در همه اینا وجود داره دیگه. در اگر یک مخرج مشترک ببینیم از ترمه کوچولو تا این مرد 80 ساله، میبینیم همه اینها به نوعی از فشار روحی بله. و ناامنی و و و بن‌بست رسیدن نگران هستن. ببخشید، و حتی اون مردی که کارگری که با بچه‌اش میاد که تلویزیون رو تعمیر بکنه، چرا اونو میگی؟ که اون چه آدم بدبختیه. آره. با بچه‌اش پا شده اومده تعمیر. چرا اینو میگی؟ حتی قاضی که قاضی هست اونم مونده توش، اونم یک جا میرسه که میگه آقا در باز کن، یه خود هوا بیاد تو، دستش اینجوری میذاره سرش، یک قندی برمیداره میذاره به چای، بازم سمبولیک داره. تا این تلخی این اتفاقاتی که داره میفته و با یک ذره شیرین میکنه، میگه من هم موندم توش. این همه آدم به کی حق بدم؟ به حجت حق بدم یا به نادر حق بدم؟ کدومشو بفرستم زندان؟ میدونی چی میگم؟ اونم مونده توش، علارغم این که خیلی تلاش میکنه که بی‌طرف، عادل و دنبال حقیقت باشه، خیلی تلاش کرد که حقیقت را پیدا بکنه، ولی بازم خودش میمونه وسطش. برحال این آقای طالبی، من فقط اگر بشه اینجا یک موضوع رو اضافه بکنم و اون این که برای اون خانومهای فمینیستی که من احساس کردم یک دید دیگری به این فیلم دارن، یعنی یک جوری به هر صورت حمله هایی به اسخر فرهادی کردن که این چهره زن رو بد نشون داده، خیلی وقتها سیمین در مقابل ظلم ها سکوت کرده و این خواسته که به اصطلاح چهره خوبی از جمهوری اسلامی نشون بده. من فقط یه چیز میخوام بگم، یعنی صحبت از این بود، من یه برنامه رو نگاه میکردم، حالا نمیخوام برنامه خودمون رو منحرف بکنم، اینه که چرا سیمین حرف نمیزد، چرا سیمین از اون ظلمی که بهش میشد چیزی نمیگفت. خب این یک فیلم به قول شما، حتی اسامی چطور زیبا انتخاب شده، این فیلمی نیست که خانم وایسه مثلا یکی به دو بکنه یا بخواد بگه حقم. این وقتی میگه میخوام دخترم رو ببرم از این کشور خارج بکنم، سر همین بحرانی ترین مسائل با شوهرش به وجود اومده، یعنی اینجا محل زندگی برای دختر من نیست، من دخترم رو میخوام ببرم از این فضایی که میتونست اون بچه پسر باشه. آقای طالبی کاملا درسته. چرا اون بچه دختره؟ دختره یعنی دختری که براش اون مادر آینده‌ای در اونجا نمیبینه، میخواد ببردش. خیلی خوب اشاره کردید خانم عاصمی. ببینید الان صحبت هایم که من میکنم ممکنه دیگه نگاه بکنم بگن که آقا داره مثلا برای خودش میبافه. میدونی چی میگم؟ انسان ها حق دارن نظرات خودشون بگن. انسان ها متناسب با تجربه شخصی خودشون و با محتوای ذهنی خودشون به مسائل نگاه میکنن. من الان در مورد استرس
خدمتون خواهم گفت که همه ما در برابر استرس واکنش یکسانشون نمیدیم، گرچه استرس یک چیزه. ما بستگی با اون شخصیت خودمون چقدر ما بالغ شدیم، چقدر ما پخته شدیم و چقدر ما میتونیم تحمل بکنیم واکنش نشون میدیم. در مورد این پدیده هم همینطور. خب اون همکاری که شما اشاره کردید داره میگه، شاید داره ایدئالیست ها رو داره مطرح میکنه که زنهای ما باید اینطور باشن، باید اینطور باشن، باید اینطور باشن، ولی واقعیت ها چیست؟ بله سیمین یک آدم کنشگره، خیلی هم از داره جلو میره و به هیچ چیز هم دلبستگی نداره. سیمین آدمی نیست که به این خونه یا به ماشین یا به چیزی داره. به تنها چیزی که دلبستگی داره یک نوار شجریانه. چرا فقط یک نوار شجریانه؟ یعنی این جزی از فرهنگ مدنی من هست، مدنی معترض من هست. برای شجریان یک آدم معترض، یه هنرمند معترض مدنی است و من فقط این را میخوام ببرم، یعنی اون بنمایه و تفکر اعتراضی من به عنوان یک زن در من هست و بریده نشدم. و شما نمیتونی که بگید این زن چرا بلند نشد این کار بکنه، چیزی که نیست که ها؟ نه اصلا شما داری فیلم میبینی. به هر حال واقعیت ها رو این داره نشون میده. بله اون خانم هم در یک کلاف سردرگمی به نام جامعه ایران مونده و تا یک حدی میتونه بره. الان من خدمتتون عرض میکنم، بیشتر اینا رو دارم خدمتتون توضیح میدم. بنابراین پیرمرد در یک شرایطی که روتینش عوض میشه، در حالت یک استرس که یک چیز رو از دست میده و سیمین رو از دست میده، میدونه میبینه یک زن دیگه اومده تو خونه، به هر حال میدونه که اتفاقاتی افتاده، این زن دیگه سیمین نیست. حالا براش برای ما مهم نیست که اون چی فکر میکنه، اون فقط میدونه که چیزا عوض شده، بنابراین نگرانه، دچار استرابه و دچار خودش خراب میکنه و در حقیقت عود میکنه این آلزایمرش. بنابراین استرس رو آلزایمر اثر میذاره، عود میکنه و در حقیقت میمیره تا آخر جمع. یعنی میدونی لباس سیاه پوشیدن اینا. من الان اون قسمت پدر تو ذهنم یه بار دیگه فیلم نگاه میکنید که نگاه کنم مجدد. به هر حال این به اصطلاح پرسوناژ ها و کاراکتر ها بود. من میخوام خلاصه حالا برگردم بیام روی خود جامعه. اینطوری که من میبینم جامعه دوچار تضاد. عمده ترین چیزی که ما در اینجا مشاهده کردیم تضاد. تضاد بین نسل گذشته و نسل جدید، تضاد بین مرد و زن، تضاد بین مذهب و علم، تضاد بین سنت و مدرنیته، تضاد بین حقیقت و مصلحت، تضاد بین فرار بکنم یا مبارزه بکنم، بذارم برم یا وایسم مبارزه بکنم، تضاد بین خود تخریبی و دیگر تخریبی. دقت بکنید، حجت اونجا که دیگه وامانده میشه و هیچ کاری نمیتونه بکنه، شروع میکنه خود زدن و میتونست برای کسی دیگه رو بکشه و خوشبختانه نرفت. دو سه بار هم تهدید کرد، میرم مدرسه. ولی به نظر میاد که دم شری هم بوده دیگه بوده. چون زنم که بچهش خانومه سخت میشه یه جایی اشاره میکنه که اشاره مرده بهش مثلا ضربوشن کرده، ولی به هر حال آدمی است که هنوز میتونه خودش رو کنترل کنه و آسیب به کسی نرسونه و کسی رو نکشت و به کسی حمله نکرد و برمیگرده و خودزنی میکنه، خود تخریبی. حالا وقتی که آدم عصبانی میشه، خود تضاد داره که من خودم تخریب بکنم یا دیگری را. بنابراین این تضادها همه جا وجود داره، تضاد بین احساسات و تفکر. شما در تمام این رفتارها میبینید که رفتارها عمدتاً احساسی هستن. کمتر کسی است که بشینه فکر بکنه و مسئله رو حل بکنه. اگر یک نفر هست که میخواد مسئله رو حل بکنه، و اون سیمینه. جواب اون دوست شما رو بخوام بدم بهش، و سیمین کسیه که تابوها رو تمام میذاره زیر پا و میره تک تک این آدم ها رو پیدا میکنه، حتی از امکانات موجود جامعه استفاده بکنه، ریش سفیدا رو بشینیم جمع بکنیم، حل بکنیم مثلا دیگه بپردازیم متناسب با چارچوب های جامعه ما، بیان چک بدیم. این نمیخواد مسئله رو فرمالیته بکنه، میخواد مسئله رو حل بکنه. ولی عمده همه آدم های دیگه با این مسائل و این با تضادها و با این استرس‌ها یک برخورد عاطفی و فوری دارن. خب تا اینکه بشینن آقای طالبی جا. من میبینم که شما اصلا لب به این چایتون ندارید. بله 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 حتما. پس با اجازهتون یک تیزر دیگه خیلی کوتاه من نشون بدم، برمیگردیم برنامه رو. من دو تا مطلب دیگه دارم باید حتما اصلش این حالا حتما اولش بفهم. تو یک کلمه من بگو واسه چی میخوای از این مملکت بری ها؟ میترسی وایسی؟ از زندگیمو باختم آقا، من از حبس میترسیم؟ برو خدا بترس. جدایی نادر از سیمین. چیه؟
داشت میمرد من رسیدن. فیلمی از اصغر فرهادی. سلام خانم برنده خرس طلایی بهترین فیلم، خدا خرس نقره بهترین گروه بازیگران مرد و خرس نقره بهترین گروه بازیگران زن از 61 فستیوال برلین. اون میفهمه که تو پسرشی؟ من پدرمو نمیتونم ول کنم. بازم بگم؟ ولی زن تو میتونی ول کنی. جدایی نادر از سیمی. آقای عزیز قسم یعنی چی؟ آخه بهشون چرا گفتی؟ باشه من نمیترسم خانم، بذار ببینم چی بده. من پول زور به کسی نمیدم. اشوارت بگو یه کاری نکن من. دیوونه شم خودم بد بخورم. جدایی نادر از سیمی. اگه فردا زد تو راه مدرسه بچه‌تو کشتی. دیگه چیکار کنم؟ شبانه با تو جمع کنم بریم خارج. خانم بیا برو. تو اصلا به چه اجازه‌ای به ناموسم دست زدی؟ این آقا به من تهمت دزدی زده. مردی من تو وقتی که امنیت بچم تضمین بشه نمیتونم از پا بشینم. من این بازو درست کردم. جدایی نادر از سینی. بله مگه تو تکرون جدی نیست؟ جدی من غلط کردم. بابا به همین قرآن به بلا ما آدمی مثل شما. فیلمی از اصغر فرهادی. و سلام مجدد خدمت هموطنان عزیزم. شهره عاصمی هستم. برنامه از تلویزیون ایران ما رو مشاهده می‌فرمایید در خدمت آقای اشکبوسه طالبی. آقای طالبی فقط اگر اجازه بدید من الان تصویرمونی که دارم نگاه می‌کنم یه کمی می‌بینم وضع نور تغییر کرده. اجازه بدید من این تیزر رو یک بار فقط به اندازه چند ثانیه‌شو بگذارم تا نور سالونمون رو نه خیلیشون نه معتاده نه مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالمی. پس برای چی میخواد طلاق بگیره؟ برای اینکهشون نمیخواد با من بیان. من پدرمو نمیتونم ول کنم. پدرشون. با تشکر از بینندگان گرامی. خب آقای طالبی بفرمایید. عرض کنم این فیلم احساس من این است که جامعه را یک جامعه بسیار پیچیده نشون میده که یه مثل یک کلاف سردرگمه و مسائل خیلی به هم دیگه تنیده است. راه حلش هم یک راه حل ساده‌ای نیست که بتونه آقای اصغر فرهادی بگه که این کارو بکنی. کس نتونسته، هیچ کس واقعا یک راه بردی اصلا نخواسته این کارو بکنه. بنابراین در این فیلم شما عمدتاً با مسائل عاطفی، احساس حقارت، احساس تنهایی، احساس درماندگی، احساس دلتنگی، سرزنش کردن دیگران، تضاد، استرس، نگرانی، ناامنی، افسردگی، سوء تفاهم، بدگمانی به این چیزها برخورد میکنید. تمامش از چیزهای احساسی و عاطفی است. و همونطور که گفتم منشأ و چیز مخرج مشترک تمام این اتفاقات تضاد. تضاد یعنی تعارض، تضاد یعنی کانفلیکت، تضاد یعنی انسان در موقعیتی قرار بگیری که نتونه تصمیم بگیره. یعنی راه برون رفتی نداشته باشه. تضاد همیشه مثبت نیست و همیشه منفی نیست. میتونه مثبت باشه، میتونه باعث رشد باشه، میتونه باعث دو تا مثالم بذارید. مثلا شما وقتی که دو تا چیز مثبت دارید، از یک جهت مثلا میخوای ماشین بخری، از یه طرف هم مثلا میخوای دانشگاه بری، هر دو تاشون مثبته. هر کدومش انتخاب بکنی چیز مثبته، ولی میمونی که حالا من پولم خرج دانشگاه بکنم، ترمم ادامه بدم، یا اینکه یه ماشین شیک داشته باشم. دو تاشون چیز دلچسبه برات. یا اینکه مثلا شما میخواید بین دانشگاه رفتن و شغل دارید، خیلی هم حقوق خوبی میگیرید و میخواید برید پی اچ دی تون مثلا بگیرید. برای اینکه پی اچ دی تون بگیرید باید شغلتون از دست بدید دیگه. هر دو تاش برای شما جالبه، ولی میمونه که کدوم یکیش انتخاب بکنید. این هر دو تا به یک اندازه برای شما مثبت هستن. شما بازنده نیستید، در حقیقت برنده هستید. چه اون کارو بکنید، چه این کارو بکنید، ولی میمونه که کدوم یکیش بهتره و نمیتونید تصمیم بگیرید و دچار تعارض میشید. و این تعارض منفی هست؟ این تعارض مثبته. دو تا چیز مثبته. دشمن اپروچ. ولی اون زمانی که تعارض هست برای این تصمیم گیری، اون اثر منفی رو بدن داره یا نه؟ بستگی داره. مثل استرس. بستگی داره که شما چطور با این تعارض برخورد بکنید. چگونه شما خودتون یعنی شخصیتتون رشد کرده که بتونید دو چیز متضاد را باش بیارید تو و باش برخورد بکنید. و اگر نتونید منفی میشه و شما را دچار استراب میکنه، دچار کاهش میکنه. ولی وقتی که میتونید باش دیل بکنید، مثلا دقیقا مثل استرسه،
میتونه مثبت باشه و میتونه منفی باشه. بنابراین ما میبینیم که اینجا تضاد یکی از عوامل اصلی این رفتارها هست که خودش منشأ استرس. استرس یعنی فشار روحی. استرس امروز در علم بهداشت روانی ثابت شده که 7 عامل تولید استرس میکنه. یکی از اون عامل‌ها تضاد است. تضاد ایجاد استرس میکنه. یکی از عامل‌های دیگه که ایجاد استرس میکنه چینج، تغییر در زندگی. شما هر تغییری در زندگی صورت بگیره شما را دچار استرس میکنه. تغییر مثبت باشه منفی، خانم حامله میشه چیز خیلی خوبیه ولی دچار استرس. یارو عروسی میکنه چیز خیلی خوبیه، ها، تغییر در زندگی دچار استرس میشه. یارو خونه خیلی شیکی میخره، ها، خیلی چیزی همیشه آرزوشه خونه خوب، ولی باید حالا کرایه بده، پول بده، مورگیج بده، دچار استرس. بنابراین تغییر، هر چینجی در انسان صورت بگیره، چه داخلی و چه خارجی، جوانی که بالغ میشه دچار چینج میشه، هورمون ها تغییرات ایجاد میکنه و دچار استراب میشه، دچار استرس میشه و دچار ناامنی میشه که what is going on. حالا شما اگر بخوایم برگردیم به فیلم، میخوایم بگین که کاراکترها استرس داشتن، همه این کاراکترها به نوعی دچار استرس بودن و در رابطه با استرس هست که اینطور واکنش نشون میدن. من استنباطم اینه که این تضادها باعث استرس شده. یکی از عوامل ایجاد کننده استرس تضاده، یکیش چینج در زندگی، یکیش چیزهای خردکاری های روزانه است که تو به نوعی باید حل بکنی. هر روز، هر روز باید این ترش رو ببری، هر روز باید به این ماشین بنزین بزنی، هر روز باید کفشت رو واکسن، چیزهای خیلی کوچیکه ولی مرتب حالت عصبانیت به شما میده که باید به این کارا برسید. درست شد؟ اینم یکی از عوامل استرسه. یکی از عوامل استرس دیگه، من هر همش اینجا گذاشتم، یکی از عوامل استرس دیگه اینه که استرس ها گاهی اوقات یه چیز عجیب و غریبی در زندگی انسان اتفاق میفته، بهش میگن تروما، یعنی کشتی غرق میشه، هواپیما سقوط میکنه، تصادف میشه، کسی رو از دست میدی، عرض کنم به خدمت شما، و چیز بچه‌ت سقط میکنی، اوکی، پدر از بین میره. اینا چیزهای اتفاقات بسیار تکان دهنده که در زندگی ما اتفاق میفته، بهش میگن اینا تروماتیک استرس. استرس هایی که همراه با تروما هست، هر با ضربه وحشتناک، زلزله میاد، بمباران میشه شهر، خیلی ها کشته میشن، سونامی میشه در ژاپن، این همش استرسه. اقتصاد جامعه میره پایین، دچار استرس. این استرس هایی اینجوریه. بس اینطور که میفهمیم، یعنی حالا شما واضح تر اینو گفتین، اینه که جامعه ما، یعنی کشور ما در داخل ایران، به خاطر تمام این فشارها اکثر مردم استرس دارن. استرس دارن، بله، بحثی درش نیست، بحثی درش نیست. یک خوبی جامعه اینه که علی رغم این تضادهایی که این توی جامعه هست، کهنه و نو، مذهب و علم، مصلحت اندیشی و حقیقت اندیشی، مدرنیته و سنت، تا حالا در کنار هم مسالمت آمیز زندگی کردن، یکیش از بین نبردن، به مرحله آنتاگونیستی یا آشتی ناپذیری نرسیده که یکی بیاد اون یکی را، یک بخش این تضاد اون یکی را به طور کلی از بین ببره. توجه میکنی؟ دارن با هم زندگی میکنن ولی زندگی سالمی نیست، زندگی که سر تا سرش فشاره، عصبانیت، دعوا هست. شما در سرستا رفتین فقط یک لحظه شادی در تمام این افراد را دیدید. شما اصلا شادی وجود دید. شما نگاه کنید به چهره این افراد، ببینید چقدر اینا گرفتار، غمگینن، گرفته هستن، عصبیان، تنسن، دفاعیان. اینا هیچ کدومشون آرام نیستن. شما یک آرامش عمیق در هیچ چهره اینا ندیدید. همه در حالت عجله هستن. حتی ماشینی یه لحظه وای نمیست که پولش بگیره، مرتب بوق میزن آقا برو من میخوام. ببین زندگی همش در حالت چالنجه، یا همش در حالت کش و واکشه، بیشتر بگم کشمکشه. گویی این کشمکش ها انتها نداره، همه این کشمکش ها به هم دیگه ارتباط داره. قاضی توش مونده، ریش سفیدا توش موندن، طلبکاره توش مونده، کفاشه بیچاره توش مونده، بانکداری بیچاره توش مونده، پدره توش مونده. و یه جوری هر کی میخواد گلیم خودش از این آب بکشه. الان اینو توضیح میدم که مشکل همینه. ببخشید من نمیدونستم شما میخواید. نه خواهش میکنم. بنابراین اینم یکی از موارد. یکی از چیزهای دیگه استرس فراستریشنه. فراستریشن یعنی آدم به یه جایی میرسه که به بنبست میرسه. یعنی احساس میکنه که
کاری از دستش ساخته دیگه نیست. راه حلی نیست. یکی از عوامل چیز عوامل استرس که ایجاد استرس میکنه work related، یعنی تو در موقعی که میری سر جاب کارت باید سرعت بگیری، سر موقع سر کار بشی، با رئیست چطور برخورد کنی، با همکارات چطور برخورد کنی. میبینی اینا که خیلی overwhelm میشن، یعنی خیلی زیاد تو کارشون دچار استرس میشن، گاهی اوقات ممکنه سر کار از بین بره، سکته بکنه تو کار. بیشترین حمله های قلبی در صبح دوشنبه در آمریکا اتفاق افتاده. صبح دوشنبه که میخوام برن سر کار، چون نمیخوان برن سر کار، فشاره، یعنی ددلاینه، یعنی فشاره، یعنی باید بره کار بکنه، یعنی درخواست خیلی زیاده. بنابراین فشارهای شغلی هم میتونه استرس زا باشه. همه اینها دست بده. حالا استرس چیه؟ قبل از اینکه بگین استرس چیه، چون راجع به کار صحبت کردین و سکته و اینها، من امیدوارم منحرف نشیم از فیلم، فقط یه سوالی میانبار کوچیک بکنم. این کسایی که بهشون میگن ورکوهولیک، بله، یعنی کسایی که تمام زندگیش کارش میشه، بله، میخواد کار، این در حقیقت یه جور فرار از زندگی، یه فرار از زندگی، کاملا یه فرار از زندگی، نمیخواد با زندگی روبرو بشه، نمیخواد مسئولیت زندگی رو بپذیره، میخواد فرار بکنه، میخواد فرار بکنه. هستن، خیلی هستن. بفرمایید. حالا استرس چیه که ما استرس میتونم اینجا عرض کنم خدمتتون به عنوان یه روانشناس که بهترین دوست ما هست و بهترین دشمن، بدترین دشمن. یعنی شما یک پدیده ای که میتونه بالقوه هم بهترین دوست شما باشه و هم بدترین دشمن شما باشه، یعنی باعث خودکشی شما بشه، باعث حمله قلبی شما باشه و همچنین باعث شکوفایی شما باشه. حالا چطور اینطور میکنه؟ استرس یعنی تقاضای اضافه از بدن، یعنی وقتی که بدن شما یک درخواستی ازش میشه که یک کار اضافه انجام بده که تو روتین نیست، شما باید یک انرژی اضافه تولید بکنید که جوابگوی این درخواست اجتماعی یا درخواست خانوادگی یا درخواست شغلی یا درخواست مذهبی بشید. پس استرس یک فشار اضافه بر بدنه که در شما طلب میکنه انرژی اضافه بذارید تا بتونید دوباره خودتون سازش بدید به موقعیت جدید. مثلا استرس میتونه مثبت باشه و استرس میتونه منفی باشه. هر دو شو مثال، هر دو تا استرس مثبت. من امروز اومدم اینجا برای شما صحبت بکنم، استرس داشتم دیگه، ولی یه کار خوبی اومده، یه کار مثبتی. ولی اینکه بگم استرس ندارم دروغ گفتم. من هم باید مرتب بکنم، لباسم بپوشم، حمامم بکنم، از کنم یادداشتمو بکنم، یادم نره ای اینجا رو بگو زیادی. خب استرس برای من ایجاد میکنه، من باید یه انرژی اضافه بذارم برای این کار. بلافاصله بعد از اینکه من رفتم خونه احساس میکنم که احتیاج دارم به استراحت. چرا؟ چون من یک انرژی اضافه استفاده کردم. ولی این کار خوب به بدن شما بله، کرده. بله، کار بدنی مثبت، انرژی من تولید انرژی اضافه کرده که من دوست دارم. انرژی استرس وقتی که شما دوست دارید پلزنت مثبت در شما ایجاد انرژی اضافه میکنه و رضایت. و رضایت، آفرین. خانمی که حامله میشه مثبت دیگه، دوست داشته حامله بشه دیگه، ها، استرس مثبته. حالا اگر این خانم به زور حامله شده استرس منفی نمیخواست، ها، یا یه کاری رو بهش تحمیل بکنه که انجام بده. خب شما این ماشین نو میخرید، خوشحال هستی، ها، ولی به قدری خوشحالی که دست باد میلرزه. یا شب عروسیت، به خاطر همینه که میگن شب عروسی نذارید داماد رانندگی بکنه، قوم خوشای داماد رانندگی بکنن، چون دچار هیجان هستن، دچار استرس هستن. چون دچار استرس هستن امکان تصادفشون خیلی بالاتره. شما حتما شنیدید در شب عروسی برادر عروس تصادف کرده یا برادر داماد تصادف کرده. چرا؟ چون هیجانیه، چیز مثبته و به خاطر همینه که ایجاد هیجان میکنه، ایجاد انرژی اضافه میکنه. استرس ها، خب ما پس استرس منفی چیه؟ استرس منفی اینه که تو پدرت از دست میدی، مادرت از دست، چیزی رو که دوست داشتی از دست میدی، شغلت از دست میدی، کشورت از دست میدی، بچه‌ت سقط میکنه. استرس ها، عرض کنم به خدمت شما، تصادف میکنی، نمیخواستی تصادف کنی، میخوای بری سر کار به موقع، ترافیکه، عصبانی میشی، دعوا بکنی، ها، خیلی زود انگیختی، با همه داری فروش میدی. چرا؟ چون دچار استرسی، ها، استرس منفی هستی، یه چیزی اومده بلاک کرده راه تو را که درسی به مقصد. هر چیزی که بلاک بکنه راه شما را برای رسیدن به هدفت، تولید استرس میکنه در شما، شما چه بخواد چه نخواهید. حالا استرس وقتی که در انسان صورت میگیره، ما به شکل‌های مختلف به این استرس پاسخ میدیم.
یا به واسطه فیزیکی پاسخ میدیم، یعنی دچار میگرن میشیم، دچار زخم معده میشیم، دچار نارسایی قلبی میشیم، فشار خونمون بالا میره، ضربان قلبمون تون میشه و اینا همش میشه ثابت کرد. تو بیمارستان میری تست استرس میکنی. خب پس استرس میتونه روی ویژگی های جسمی شما اثر بذاره، یعنی باعث بشه که قلب بیشتر کار کنه، بیشتر خون بفرسته. پس من از این میفهمم که حتی اگه استرس خوبم باشه این اثرهای بدو میذاره. اثر میذاره، ولی عرض کردم خدمت شما این حرکت شما رو اجازه میده که انرژی بیشتری تولید بکنید، بتونید زندگیتون ادامه بدید. دانشجویی که فردا تست داره دچار استرسه، کمکش میکنه استرس، نمیذاره بخوابه، مطالعه میکنه به خاطر همین استرس. اما اگر استرس از این حد متجاوز بشه، فهمیدم، یعنی از یه حدی که بالا میره اون وقتی که ضربه میزنه، اون وقتی خطرناک میشه، اون وقتی که شما حافظتون از دست میدید، شما تمرکزتون از دست میدید، شما احساس آرامشتون از دست میدید، شما دیگه نمیتونید زندگی لذت ببرید، اختلالات جنسی صورت میگیره، با خانمتون مشکل خواهید داشت و صدها مشکل دیگه است. غذا نمیتونید بخورید، کم اشتهایی، کم خوابی بهتون دست میده و تمام اینا ممکنه در رابطه با استرس باشه. پس استرس میتونه رو قسمت‌های جسمی ما اثر بذاره، گاهی اوقات استرس رو قسمت‌های روانی ما اثر میذاره. ما رو دچار عصبانیت میکنه، ما رو دچار فراموشی میکنه، ما زود انگیخت میشیم، خیلی بی‌حوصله میشیم، ها، خیلی زود پرخاش میکنیم، زود از کوره در میریم، دچار استرس میشیم وقتی دیم. یا مثلا علاقه نداریم به اصطلاح بریم یه جوری بشینیم 10 دقیقه ساکت بشیم کتاب بخونیم، همیشه یه چیزی داره در ما وول میخوره و میخوایم تکون بخوریم یه جایی بریم. استرس هم گاهی اوقات اجتماعیه، در زندگی اجتماعی دستر میذاره، توی رابطه خوبی با خانمت و همسرت نخواهی داشت، یا با همکارت یا با همسایت دعوا میکنی، با همسایت به خاطر هیچ، توی رانندگی با مردم دچار اشکال میشی، شغلت از دست میدی، توجه میکنی چی میگم، سر کارت به موقع حاضر نمیشی، دو بار سر کارت حاضر نمیشی، کارت از دست میدی. بنابراین استرس میتونه روی جسمان ما، قسمت جسمی ما، روحی ما و اجتماعی ما اثر بذاره و گاهی اوقات استرس ها طوری هستن که روی هر سته اثر میذارن. اینا که میرن جبهه برمیگردن از عراق برگشتن، سربازای آمریکایی الان وحشتناک دچار استرس هستن، هم دچار مشروب خوری وحشتناک میشن، زنشون رو کتک میزنن، طلاق میگیرن، خودکشی میکنن، دیگر کشی میکنن و اینا همه این عوارض رو نشون میدن. کابوس دارن، شب نمیتونن بخوابن، از کنن فرار، همه این چیزها رو دارن. بنابراین استرس میتونه دشمن ما باشه و از کنن دوست ما هم باشه. و شما این استرس رو تو این فیلم دیدین؟ بله، تمام تک تک اینها، شما به قیافه که نگاه بکنید، تک تک این افراد، یک بار دیگه این فیلم رو نگاه بکنید، میگید قیافه ها گرفته، همه بله، عصبی، ناراحت، حاضر نیستن یک لحظه گوش بکنن به حرف دیگه. اتفاقا یکی از فیزیک های استرس اینه که آدمی که استرس فقط به خودش گوش میکنه، دیگه به کسی دیگه گوش نمیکنه چی میگن، اون همش حرف میزنه، اصلا متوجه نیست که اون چی میگه، توجه میکنی؟ بله. فقط انسان در حالت آرامش و تعادل هست که میتونه پیام رو از دیگری بگیره. وقتی شما در استرس هستید، میخواید حتی تو دعوا کسی تو استرس نمیشد مشت میزنه، جا خالی میزنه، چرا؟ برای که آرام نیست که درست تشخیص بده هدف را، تمرکز نداره. بنابراین استرس ها اینجا بازیکن های اصلی بودن و همه این مسائل را من دیدم که واقعا خب. حالا من میام روی قسمت بعدی چیز روانشناسی، این واکنش های فردی ما هست با استرس، واکنش های فردی ما هست با مسائلی که باش در گریبان هستیم و دیدیم که اکثر این بازیکن ها واکنش هاشون واکنش های عاطفی بودن و فوری، کمترشون بودن که بشینن فکر بکنن که مسئله چیه. یعنی نادر بلافاصله دید پول نیست، متهم کرد که تو دزدیدی، بدون اینکه یک ذره مطالعه بکنه، سوال بکنه، حتی آرام راضی تو از صندوق تو اتاق رفتی، تو امروز پول برداشتی، خب میتونست این سوال بکنه، ها، نه اینکه بیاد اتهام بزنه که تو پول برداشتی، ها. خب خیلی خیلی نشون میده که اینها تحت استرس آدم نمیتونه خوب فکر کنه و همینجوری تصمیم آنی بهش میگن ایمپالس، یعنی تصمیمی که زود انگیخت فوری میگیره. یا مثلا پدره دچار استرس شد، من الان میخوام تک تک مثال بزنم، اگر استرس نداشت خودش خراب نمیکرد که، چرا قبلا این کارو نمیکرد؟ دیگه آدم جدید اومده تو چیز، همه چی عوض شده، درست.
ها؟ و اگرم دقت کرده باشید عصبانی هم بود، یک کلمه حرف نزد با پدره. پسره نادر تحت استرس بود، تحت فشار بود، موقعی که به پدرش میشست شروع کرد گریه کردن، یعنی رسیدم به درماندگی مطلق، یعنی هیچ راهی دیگه ندارم، من دارم پدرم از دست میدم، خانومم از دست میدم، خودم هم شغلم داره نمیتونم هر روز بانکی بکنم بیام برسم. اونجا به نهایت درماندگی بود که یک مردی که اینطور خشن و پهلوون و میگه من خودم میکنم، میشه نزار را گریه میکنه. یعنی چی؟ یعنی من آخر خط رسیدم، یعنی شکستم. این واکنش بود استرس دیگه، نیست؟ درست. و یا مثلا دختره ترمه، ترمه ترتیب یه دختر جوانی باید شاد شنگول برو بازی بکنه، چرا شاد نیست؟ چرا بازی نمی کنه؟ چرا همیشه تو فکره؟ چرا همیشه فکر میکنه که بابا اشتباه کرده؟ اگه مامان نمی رفت، اگه مامان نمی رفت این اتفاقات نمی افتاد. به مامانش میگه، میگه تو رفتی این اتفاقات افتاد. استرس دیگه نیست؟ خب حالا این واکنش های فردی ما هست در برابر استرس. هر کدوم ما به نوعی واکنش نشون میدیم. پدره اینطوری واکنش نشون میده، عود میکنه بیماریش و میمیره، نمیتونه ادامه بده تحت استرس. مرده نادر شروع میکنه به گریه کردن، یا اینکه برای اینکه خودش نجات بده متهم میکنه زنش را، تو داری فرار میکنی، تو باز من گفتم همش تقصیر تو هست، تو چرا رفتی به اون خانم صحبت کردی که اینطوری بشه؟ یعنی در حقیقت داره گناه خودش رو به گردن دیگری میندازه که راحت بشه، مسئولیت نپذیره، مسئولیت نپذیره در حقیقت. حجت هم همینطور، آها تحت استرس دیگه. شما همتون اینطوری هستید، شما فکر میکنید ما خانواده نداریم، من به این قانون شما هیچ اهمیت نمیدم، چرا من انداختن ده بار زندان؟ یعنی بریده دیگه نسبت به این چیز و دیگه نمیتونه کنترل بکنه و هر چیزی که میشه بلافاصله در میبنده خودش خودزنی میکنه. در رابطه با استرس ما روانشناسا معتقدن ما دو واکنش کلی داریم، فلایت اند فایت، یعنی یا میشینیم مبارزه میکنیم یا فرار میکنیم. این چیز کلیه، اما اگه بیایم جزئی ترش بکنیم ما سه تا چیز میتونیم ببینیم. یا اینکه واکنش های ما ایموشن بیسته، یعنی واکنش یک انسان در برابر استرس و تضاد عاطفیه، احساسیه، زود گذره، بدون تحمله، بدون مطالعه است، که یک از آدم بالغ سر نمیزنه. یا اینکه این واکنش های ما problem based، problem focus، یعنی چی؟ یعنی ما واکنش هامون طوریه که مسئله را سعی کنیم حل کنیم، نه اینکه از مسئله فرار بکنیم، بشینیم مسئله را کنکاش بکنیم. یک آدم بالغ نگاه میکنه مسئله را سعی میکنه حل بکنه، نه اینکه مسئله را از بین ببره یا حمله بکنه یا دیگری را بلیم بکنه. ما خیلی راحت افراد شروع کردن دیگران را سرزنش کردن، تقصیر من نیست، من خیلی آدم خوبی هستم، تقصیر اونا هست. و این در تمام این کاراکترها مشاهده شد. حالا من میخوام بگم که این واکنش های عاطفی و کمتر منطقی ما که فقط یک رفتار منطقی دیدیم که از این خانم بروز کرد، سیمین، که تلاش کرد که مسئله را حل کنه، یک پدری فوت کرده 80 ساله و یک بچه 4.5 ماه هم فوت کرده، دو تا انسان اینجا بو از بین رفتن، بیاد اینها را ترید بکنه به قول معروف، آقا خون به جای خون، آقا شما هم اومدید این کار کردید، دست این بنده خدا رو بستید، فلان شده بیسار شده به خاطر اون، یا آقا شوهر من اشتباه کرده، حالا تو جوان هستی دوباره میتونه بچه بیاری، جای سوخته سبز میشه، ها، میاد با وسیله پول در غیر مستقیم میخواد بگه که آقا دادگاه نتونست این مسائل رو حل کنه، ریش سفیده بیان حل کنن و پول یه چک بدید. غیر مستقیم میخواست اینه بگه، دادگاه نتونست این مسائل رو حل کنه، مون دیگه توش، ها، و حالا بیایم بازم برگردیم سنت، ریش سفیده جمع بشن، حالا کت خدا منشی بیایم یه پول میدیم، دیدیم اون مسئله حل نشد، بازم نشد، بازم حل نشد، حل نشد. بنابراین ما میبینیم که این استرس های کلاف سردرگم ایجاد کرده و افراد را از نظر فردی ناکارآمد کرده، من میگم دیسفانکشنال. این افراد به نوعی هر کدومشون خرشون تو گل مونده،
ولی یه مسئله مهمی که اینو خوبه بهش اشاره بکنیم و اینکه حالا کاری نداریم قوانین در کشور ما چقدر ناقصه و ناعادلانه است، ولی آخر سر قضاوت رو به قانون گذاشتن. یعنی این یه بخش مهم این فیلم بود. خیلی مهمه. یعنی قضاوت رو به قانون گذاشتن. خیلی مهمه. که و این دختر جوان که تصمیم بگیره. یعنی دادگاه قانون اجازه داد. یعنی این نکته مثبتی است. بله. یعنی آمد این رو این به اصطلاح چجور بگم در خودش نشون داد قانون که به آدم درستش اجازه داد که تو تصمیم بگیر. در حقیقت آقای فرهادی میخواست بگه که من قطع امید نکردم از جامعه ما. ما جامعه ما ایران ما هنوز پتانسیل های قوی داره. بله. تو درون خودش. بله. هنوز این انرژی ها درین نشده، یعنی از بین نرفته. بله. هنوز تو این جامعه امید به مثلا جامعه قانونی هست و حل شدن مشکل. آره. ولی عملا همه درگیرن، همه واقعا به نوعی درگیرن. حالا این رفتار واکنش های فردی ما، روانشناسی فردی ما در برابر استرس و فشار، حالا ما ببینیم که این استرس ها آیا در رابطه ما با دیگران هم ایجاد اختلال میکنه یا نه. فقط اختلال در خود ما ایجاد میکنه، ما را ناکارآمد بار میاره. من اجازه میخوام که این قسمت آخر را که خیلی خیلی مهمه از یه روانشناس اجتماعی کمک بگیرم. روانشناس اجتماعی معتقدن که رابطه ما با دیگران از چهار تا فرمول میشه با این چهار تا فرمول این رفتار را تبیین کرد. شاید شما هم تا حالا نشنیده باشید. این چهار تا فرمول را من اینجا خدمتون عرض میکنم و تک تکش را باز میکنم، به ارتباطش میرم به این بحث. یکی از این فرمولا اینه که بچه ها از موقعی که متولد میشیم یواش یواش در ذهن ما، در وجود ما نهادینه میشه و اون زمانی است که ما میتونیم یک رابطه بسیار صمیمی با مادرمون برقرار بکنیم که در روانشناسی بهش میگن attachment، positive attachment. یعنی تو احساس بکنی که مادر دوست داره، مشکلاتت رو به موقع حل میکنه، کسی است که میتونی بهش تکیه بکنی و یواش یواش در تو ایجاد این احساس میکنه این کس نفر بعدی که مادر منه یک آدمی که قابل اطمینانه. یعنی trust، یعنی اعتماد، اطمینان به شخص دیگری. از اولین روزهای تولد که بچه پستون مادر رو میگیره به دستش و گرمای تن مادر رو احساس میکنه، یواش یواش این در انسان ایجاد میشه و اگر این ادامه پیدا بکنه، شخص میتونه اینو بعداً تعمیم بده به دیگران که این جهانی که من توش زندگی میکنم قابل اعتماده، trust worthy، و attach میکنه خودش، یعنی باند میزنه، یعنی پیوستگی ایجاد میکنه خودش با این جامعه. هرچی این ادامه پیدا بکنه به سنین بعدی و این احساس تعلق داشتن به دیگری، احساس امنیت به دیگری در انسان ریشه دار میشه و انسان به سنین بالاتر که رسید به این تفکر میرسه I am okay, you are okay. یعنی من خوبم، من ارزش دارم، احترام به خود دارم، اعتماد به نفس دارم، خودم دوست دارم و تو هم اوکی هستی، تو هم دوست دارم، حقوق تو هم به رسمیت میشناسم، در ورای من کسی دیگه هم هست که صاحب حقی است مثل من. این جامعه ایداله که روابط من با دیگری غیر از خودم در چارچوب این I am okay, you are okay، من خوبم، تو هم خوبی، پس ما دوتا آدم خوب هستیم و همدیگه هم نمیخوایم کلا سر همدیگه بذاریم، به همدیگه هم فریب نمیدیم، پشت همدیگه هم خنجر نمیکشیم، وقتی که من بیام با تو حرف بزنم تو حرفای من رو به کسی دیگه نمیگی، برای من استفاده نمیکنی، بنابراین من اعتماد دارم به تو. این جامعه بالغه، این جامعه سالمه، این جامعه هست که حقوق فرد به رسمیت شناخته شده و حقوق غیر فرد هم به رسمیت شناخته شده، هیچ کس بر هیچ کس. یه جامعه ایداله، خیلی از جوامع دارن به اینجا میرسن، یواش یواش تلاش میکنن و این مساوات و برابری نه در جنس خلاصه میشه، نه در مذهب خلاصه میشه و نه در نژاد،
همه نژادها با هر مذهبی با هر جنسیتی که تو داری دارای حقوق مساوی هستی و من وقتی که با تو رابطه برقرار میکنم یک رابطه انسانی مساوی است. خب ما اینجا نیستیم، فکر نمیکنم جامعه امروز ایران ما در این حالت هست که ما بگیم که آی ام اوکی یو آر اوکی، من حق تو را به رسمیت میشناسم، حالا تو سنی هستی یا بهایی هستی، تو ترک هستی یا فارس هستی. ما اینطوری نیستیم. خب و ما در یک این جامعه است، پس بنابراین جامعه ما در ارتباط که ما با دیگران داریم از این فرمول نمیتونه استفاده کنه، از این فرمول روانشناسی من خوبم تو هم خوبی آی ام اوکی یو آر اوکی. خب من اینجا از شما یه سوال، ما چون تقریبا وقتمون تموم شده یعنی یک ساعتمون گذشته، میخوام ببینم که چون میخوام اگر امکان داره تموم بکنم خلاصه بکنم. آره. ولی میخواستم بسنم چقدر طول میکشه. عالی. نوع چهارم این رابطه آی ام نات اوکی یو آر نات اوکی. خب آره میگم دیگه، این نقطه مقابل فرمول اوله، یعنی تو نه به خودت احترام قائلی نه دیگری، نه حقی برای خودت قائلی نه دیگری، یعنی قانون جنگله، یعنی هیچ حساب کتابی نیست. شما در سومالی زندگی میکنی، یک نسل میاد در اوراندا اون نسل از بین میبره، کلن قتل عام میکنه، توجه میکنی؟ بله. یعنی I am not okay. وقتی که من اوکی نیستم چرا اوکی باشی؟ حق نداری. شد؟ پس اینم نیست جامعه ما که نهایت جامعه بیماره، یه نهایتی که این جامعه باید یک درمانی بشه و درمان فوری باید بشه. جامعه ما مون نیست، دوتای وسطی را در خدمت نداری. خوبه که جامعه ما چهار نیست، حالا جامعه شکل دومی که I am okay you are not okay، من خوبم تو بدی، نژاد من خوبه نژاد تو بده، مذهب من خوبه مذهب تو بده، جنس من خوبه ما جنس تو بده. یعنی همه چیز را ما از موضع خودمون، خودخواهی و سلفش، خودمرکز بینی خودمون نگاه میکنیم. وقتی که با دیگری حرف میزنیم به قول اون روانشناس اون شبیه با بالغمون حرف نمیزنیم، با والدمون حرف میزنیم. میدونی چی میگم؟ شما دیدی برنامه رو خیلی با والدمون داریم حرف میزنیم، اونم همین حرفا رو میزنه به شکلی دیگه، اون روانشناسم همینه. یعنی اینجا تمام این رفتارها رو شما میتونید تو این قالب بیاری پیاده بکنید. تمام تفسیر تو شده. من تو مال کردی رفتی، تو زدی زن منو کشتی، بچه منو چیز کردی، فقط من هستم مهم، من درستم، من مردم، حق دارم تصمیم، تو چی هستی؟ نشی میگم بله، خودی و غیر خودی. بله خودی و غیر خودی دقیقا. او تشیه دوازدهمی از تمام مزاد یا قبیله من، قبیله من، اون درسته، کشور من درسته. ایران بهترین کشور دنیاست، میگن اتنوسنترست. بنابراین توی تمام این چیزها شما میبینید که بلیم بلیم بلیم، سرزنش دیگران. وقتی تو توی کسی را سرزنش میکنی غیر مستقیم میخوای بگی که من خوبم، بقیه بده، بقیه گاگولی هم، من خوبم، فلان استاد بده، من بهتر میفهمم. اگر که من یه میانبر تو حرف شما بزنم، تو جمعای ایرانی و هموطنانمونم میبینیم که وقتی انتقاد میکنن نمیگن منم ایراد دارم، نه ما جلسم ایران... نه میگن ایرانی ها ایراد دارن، یعنی من یکی از اون ایرانی هایی ندارم بقیهشون در دارم. حقیقت این یک نوع فرار، یک نوع فرار از واقعیت. کسانی که اینطور زندگی با واقعیت ارتباطی ندارن، به نظر من واقعیت ها را درک نکردن، درونی نکردن که آقا در خارج از من یه همسایه هست، اون هم به اندازه من حق داره، من نمیتونم پارتیم رو تا ساعت یک نرده شب بگیرم چون شب عید نوروزمه. ترجمه میکنی چی میگم؟ یا قبلا حق اونم رعایت کنم، اجازه بگیرم، بله بله. بگم با اجازه شما ما داری همچین بله. کاری اجازه هست. بنابراین شما در تمام این چیزها نادر همیشه داره بلیم میکنه زنش رو، درسته یا نه؟ بله، حجت داره زنش رو بلیم میکنه، تو بدون اجازه من چرا رفتی خونه یک قریبه توی خونه مجرد؟ من بلکه حق خودش خیلی. میدونه حق خودش من باید اجازه بدم. بله من باید اجازه بدم. بله تو چرا این کاری کردی؟ پس بنابراین تو حق نداری. میاد چشمشو کور میکنه نادرشان، میاد بچه خودش همشو کور میکنه،
شباس میتونم بچه خودش میدونه زندان. ولی تو همین جامعه اختلاف بین حجت و نادرم وجود داره. صد در صد. میدونین؟ صد در صد. میزانش با هم فرق. ولی در چارچوب یکیه. یه خورده نمکش فرق میکنه. فرق. ولی در چارچوب هر دو به یک شکل دارن با مسئله برخورد میکنن. ناکارآمد. بدون تفکر. تکیه بر احساس. و بلیم کردن. شما این فیلم یه بار دیگه نگاه بکنید میبینید که همه دیگران آدم بلیم میکنن، حتی دختره ترمه بله مامان تقصیر تو شده اگه تو نمیرفتی. خودم از همین جامعه یاد گرفته دیگه. منم دارم همینو میگم، میگم جامعه ما در ارتباط با همدیگه آیم اوکی، این نهایت صرفش نیسته، این نهایت اینه که من حق دارم تو نداری، پس من حق دارم بیام کردارا سرکوب بکنم چون مثل من فکر نمیکنن. نتیجه چی میشه دیگه؟ مگه غیر از میشه ها؟ یا هر کسی دیگه، هر کسی دیگه رو من مثل من فکر نمیکنم، حق اجازه نداری زندگی بکنی اصلا. بله. حق نداری. نوع سومش I am not okay you are okay، که حجت این را داشت، تقصیر منه، من هستم که درس نخوندم نیومدم بالا تحصیل بکنم، مثل این حرف بزن سرزنش به خودم میکنم. اونم خیلی بده، اونم خیلی اونم هر دوتا این بیمارگونه است، منتها طوری بیمارگونه است که نرسیده به نهایت امید شفا هست، به قسمت بالا نرسیده، بالغ نشده هنوز، ولی درب داغون هم نیست که هیچ امیدی نباشه. ما این وسط داریم چیکار میکنیم؟ دست و پا میزنیم. واقعا I am good you are not good. این تفکر ما ایرانی هست که همیشه نسبت به دیگران سوء ظن داریم، که همیشه فکر میکنیم این اون بود که اینطور شد، اگر شاه این کار نمیکرد اینطوری نمیشد، این خمینی بود این کار کرد، نه این خامنه‌ای هم بره همینه. باور کنید ما باید تک تکمون عوض بشیم. من همیشه حرفی که میگم خدامون رو باید عوض بکنیم، تا جامعه عوض ما باید همونطوری گفتیم بچه موقعی که متولد میشه از اونجا باید شروع کنیم. یعنی این مسئله به اصطلاح تراست که باید به وجود بیاد و این اتچمنت که باید به وجود بیاد که ما میگیم همبستگی و پیوستگی مثبت، و اگر این نشه بعدا این میشه اتچمنت دیسوردر که الان تو روان پزشکی خیلی مسئله مهمی هم است که ما قطع رابطه میکنیم به طور کامل. خلاصه مطلب نتیجه صحبتهای من اگر بخوام صحبت بکنم اینه که آقای اصغر فرهادی با یه سری مسائل این فیلم رو شروع کردن و با همون مسائل هم تمام کردن و سوال ها سر جای خودش هست، واکنش ها حل نشده و مسائل هم حل نشده، این جامعه به اصطلاح کلاف و سردرگم مونده و هم دارن با هم شب روز زندگی میکنن. بله. میدونید که برشت نویسنده و کارگردان واقعا معروفمون، بله، حرفی که میزنه میگه که اون چیزی که من میخوام اتفاق بیفته، اگر یک کسی اومد کاری تئاتر من رو، نمایش من رو دید رفت بیرون، اگر من فقط توی ذهن یک نفر بتونم یک جرقه بزنم که فقط یک سوال براش مطرح بشه، من کار خودم رو کردم. پس به نظر میاد که آقای اصغر فرهادی کارشو خیلی خوب کرده. انجام داده. امیدوارم منم تونستم انجام یعنی بدم کارم. یعنی شما فوق العاده عالی بود. یعنی شما یه زوایای دیگری رو تو ذهن خود من باز کردید، مثل اون پوستی که شما یه پوستای دیگه‌ای رو برداشتین و من یک بار دیگه میرم فیلم رو میبینم با این اطلاعاتی که شما دادین. دستتون درد نکنه، فوق العاده. من یه جمله رو فقط تمام میکنم اگر اجازه داشته باشید. با یه جمله از یه روانشناس صحبت میکنم، میگه که یه روانشناسی هست به نام هانس اسپرور، روانشناس اتریشی، در کتاب تحلیل روانشناسی استبداد و خودکامگی می نویسد برای فهم این نکته که چرا آدم قدرت طلب به هر وسیله ممکن در صدد تصاحب قدرت است، نیاز چندانی به روانشناسی نیست، اما وقتی کسی با چماقی که بر سرش فرود می آید به چشم عصای اعجازگر می گرد و آن را تقدیس می کند و آن را می بوسد، آن وقت است که ما به روانشناسی احتیاج داریم. خیلی جالب. بله بله، این خودش فکر کنم یه بحث یک ساعته میبره که راجع به این آدم بخواد راجع به این نوشته صحبت بکنه که وقتی دیکتاتورها هستن ظالم هست، مظلوم هست، چه ارتباطیه. بحثت آقای طالبی واقعا من ممنونم، واقعا سپاسگزارتونم. میدونم شما خیلی گرفتارین، میخوام ازتون خواهش کنم حداقل ماهی یک بار رو مسائل مختلف
بتونیم اینجا باز کنیم، راجبی صحبت کنیم. حالا اگه فیلم بود فیلم باشه، اگه مسائل روانی بود روانی باشه، اگه مسائل قومی بود، به هر صورت از اطلاعات شما بتونیم توی این برنامه استفاده. با کمال میل، منم خیلی خوشحالم، خیلی ممنون که ما رو دعوت کردید. شما استدیوی خودتونه، منزل خودتونه، خیلی ممنون از لطفتون. هموطنان عزیزم، همراه با مهمان گرامی آقای اشکبوس طالبی برنامه رو به پایان میبرم. من که خیلی استفاده کردم، امیدوارم برای شما هم لذت بخش بوده و شما هم خیلی سر شما رو به درد نیاورده. فکر نکنم. خیلی گرم و با هیجانم شما صحبت کردیم. برنامه رو یک نواخت نمیکنه کسی که اینطور صحبت بکنه. خب هموطنان عزیزم، همونطور که گفتم فردا برنامه نیست. من شما رو به خداوند بزرگ میسپارم تا دوشنبه ساعت 12 بعد از ظهر. ولی همونطور که قول دادم چند تا برنامه جدید برای فردا آماده کردم که به پیوست این برنامه براتون میذارم. ممنون از همه لطف، محبت، تشویقاتون، دلگرمی هاتون. همه شما رو به خداوند بزرگ بسپارم. خداحافظ.